به نام خدا، عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت بچه های گل نهم. امروز در خدمتتون هستیم با حل نمونه سوالات امتحان نهایی نهم، حالا برای سالهای گذشته و همچنین جمع‌بندی قسمت های زیست شناسی و قسمت شیمی کتاب علوم نهمتون. امیدوارم که کلاس امروز براتون مثمر ثمر واقع بشه و بتونین بیشترین برداشت رو از کلاس داشته باشید. خب دخترای گل، اگر که آماده هستین بریم سراغ در واقع جزوه زیست شناسی. من به خاطر اینکه حالا بارم بندی بخش زیست شناسی علوم نهمتون بیشتر هستش و همچنین خب قسمت هایی که تعداد فصل هاش بیشتر هستش، همونجور که دارین شما میبینین 5 فصل آخر کتاب علوم نهمتون فصل های زیست شناسی هستش و قاعدتا خب بارم بندی بیشتری داره و ما باید تمرکز بیشتری روی این بخش ها داشته باشیم. بریم اول، البته این جزوه که الان من براتون گذاشتم 3 تا فصل دیگه هم داره، زمین ساخته ورقه ای، آثاری از گذشته زمین و نگاهی به فضا، که این 3 تا فصل جزء فصل هایی هستش که تقریبا از هر فصل شما نیم نمره سوال بیشتر ندارین. اما خب جزوهشو من براتون قرار دادم که اگر کسی خواست بخونه و نکات تکمیلی رو داشته باشه بتونه استفاده بکنه. توی قسمت اول کلاس میریم سراغ فصل‌های زیست شناسی و بعد از اون میریم سراغ قسمت‌های شیمی. حذویات هم داریم، ولی بچه حالا من حذویات هم فایلشو دارم براتون میذارم، اما فایل حذویات رو اگر نگاه بکنید تقریبا از هر فصل 1 صفحه الا 2 صفحه حذف کردن که اونم اکثرا شکل و تصویر و نمودار و اینا هستش، پس حذویات آنچنانی هم نخواهید داشت. اما اگر از لحاظ این باشه که بخواید بدونید چه سرفصلی حذف میشه، من سرفصل‌ها رو جدولش هم دارم براتون میذارم. جزوه رو کجا قرار میدین؟ جزوه رو الان شما دارین میبینین، ولی فایلش رو هم فکر میکنم که حالا بتونیم بهتون بدیم دانلود کنین داشته باشین. نمونه سوال هم داریم، اون رو هم براتون میذاریم که همکاران عزیزم میگن که توی کانال و سایت قراره براتون گذاشته بشه. خب بچه آماده این بریم سراغ بخش اول، یعنی بخش زیست شناسی کتاب علوم نهمتون. همه به من فیدبک بدن، من بدونم کیا سر کلاس هستن، دارن فعالیت میکنن، حواسشون به کلاس هست. آفرین، حتما. خب بریم بچه ها، بریم اول سراغ فصل گوناگونی جانداران. باید بیایم قسمت های انتهایی جزوه‌مون رو ببینیم. این زمین ساخته ورقه ای رو براتون گذاشتم ببینین، میتونین نکات اینو ببینین، نگاهی به فضا رو هم براتون گذاشتم میتونید نکات رو استفاده بکنید، ولی خب من قسمت انتهایی جزوه رو الان میخوام کار بکنم به خاطر اینکه حالا بخش های زیست شناسیه و بارم بیشتری هم قطعا خواهد داشت. خب بله بچه، تمام حتی شکل هایی که نیاز دارین برای در واقع این که بتونین بخونین این قسمت رو حتی از روی کتاب هم بهتر باشه، من توی این قسمت براتون گذاشتم و حتی شکل های کتاب درسی هم کامل اینجا اومده. ببینین ما توی این فصل میخوایم راجع به گوناگونی جانداران صحبت بکنیم، که حالا راجع به گوناگونی جانداران میخوایم طبقه بندی که برای جانداران وجود داره رو بگیم. ما طبقه بندی هایی که داریم همش طبقه بندی امروزی که حالا میگیم جانداران به 5 دسته کلن تقسیم میشن نیستش. یه سری طبقه بندی های دیگه ای هم هستش که دانشمندان و فیلسوف ها حالا در گذشته بیان کردن و نسبت به ویژگی های مشترک جانداران هم این طبقه بندی ها گفته شده، که حالا قراره این طبقه بندی ها رو با هم دیگه حتما بررسی بکنیم. ببینید در واقع طبقه بندی یا رده بندی بچه ها حتما باید بر اساس ویژگی های در واقع مشترک انجام بشه، که بتونیم بگیم که مثلا درختانی که برگهاشون به صورت رگبرگهای منشعب هست یا رگبرگهای راست هستش، در واقع این خودش یه طبقه بندی حساب میشه. درسته خیلی جزئیه، ولی خب یه ویژگی مشترک هستش. توی این فصل در واقع فواید رده بندی رو ما قراره بهتون بگیم، که بگیم برای چی اصلا این رده بندی ها انجام میشه و میخوایم باش به کجا برسیم. در واقع فواید رده بندی
به این شکل دستبندی میشه که برای ما باید مطالعه و بررسی یک جاندار رو بتونه خیلی آسانتر انجام بده و جانداران رو بتونیم آسانتر از روی اون ردبندی شناسایی بکنیم که حالا سطوح شناسایی رو قراره جلوتر تو همین فصل با همدیگه داشته باشیم که ببینیم چه سطوحی وجود داره برای شناسایی یک جاندار. مثلا کتابتون قمری خانگی رو مثال زده که اومده گفته از چه شاخه‌ایه، از چه رده‌ایه، از چه سلسله‌ایه و از چه راسته‌ای هستش. و اگر یک جاندار جدید رو دیدیم بتونیم بگیم که این جاندار جز خزندگانه، جز پرندگانه، جز پستاندارانه یا نه حالا هر شاخه دیگه‌ای که وجود داره، باکتری‌های مختلفی که داریم، قارچ‌های مختلفی که داریم، آغازیان، مژک‌داران، تاجک‌داران، می‌خوایم اینا رو دسته‌بندی بکنیم. یکی از راه‌های دسته‌بندی کردن بچه‌ها در واقع کلید شناسایی دوراهی هستش. کلید شناسایی دوراهی رو شما خب یک مدلش رو توی کتاب درسیتون دیدین. مثلا من میگم این جانداری که مد نظر شماست مهره داره یا بی مهره است. اگر مهره داره به من بگید اسکلتش جنسش چیه؟ کیتینه؟ استخوانه؟ غضروفه؟ جنس اسکلتش چیه؟ در واقع کلید دوراهی بر اساس یک سلسله سوالات ساخته میشه که با جواب دادن به این سوالات قرار ما به این برسیم که اون جانداری که داریم شناسایی بشه و بگیم ردش چیه، راستش چیه، سلسلش چیه، خانوادش چیه، تیرش چیه، که جلوتر حالا قمری خانگی رو حتما بررسی میکنیم چون جزء سوالاتی هستش که اگر بخواد از این مبحث سوال بیاد حتما اون قمری خانگی براتون سوال میاد. بچه ها پس کلید شناسایی دوراهی همونجور که داریم میبینین، میگیم کلید شناسایی دوراهی در واقع یه مجموعه پرسش هستش که بر اساس ویژگی های متقابل جانداران قراره که بیان بشه. خب پرسش دو تا حالت داره که یکی از اون حالتها قطعا میشه در واقع ویژگی اون جانداری که ما داریم مطالعهش میکنیم. اما گفتم یه سری ردبندی های قدیمی تر داشتیم که مثلا ارسطو میومد میگفت، یه سری ردبندی داشتیم بهش میگفتیم ردبندی فیلوژنی که حالا از کتاب علوم شما حذف شده، اما بچه هایی که حالا تیز هوشان هستن قطعا این بخش ها رو توی قسمت های مختلف و کتاب تست های مختلف دیدن. اما ردبندی های قدیمی از زمان های قدیم انسان ها اقدام به ردبندی جانداران میکردن، اما این ردبندی ها بیشتر بر اساس صفات ظاهری و رفتاری جانداران بود. بچه ها به ساختارش خیلی توجهی نمیشد، بلکه میگفتن ظاهر این جاندار شبیه چه جاندار دیگه است، آها پس این جاندار با این جاندار توی یک سلسله قرار میگرفت. اما الان امروز روز ما اینو دیگه قبول نداریم، ما بیشتر امروز میریم سراغ ساختار یک جاندار و در واقع ردبندی که انجام میدیم بر اساس ساختار بدنی، ساختار مولکولیه که حالا بچهای تجربی که تشریف ببرن ان شاء الله سال بعد رشته زیست شناسی و حالا تجربی و درس زیست شناسی رو مطالعه بکنن بیشتر متوجه میشن ساختار مولکولی یعنی چی، بیس مولکولا چجوری با هم دیگه فرق میکنه. اما ردبندی قدیمی میگه نه، فقط میخوام رفتار رو داشته باشم، فقط میخوام به ساختار توجه بکنم، که امروز ما اینو قبول نداریم و در واقع کلید شناسایی دوراهی یک راهی هستش که داره ردبندی قدیمی رو در واقع نفی میکنه. بچه خب یکی از معروفترین ردبندی های قدیمی همون جوری که کتاب درسی گفته ردبندی ارسطو هستش. ارسطو اومد گفت آقا من جانور رو میام تقسیم بندی میکنم دستهاشو، آفرین بهار جان، میام جانور رو دسته های مختلفشو بهتون معرفی میکنم، گیاهانم دسته های مختلف رو بهتون معرفی میکنم، ببینید دسته هاش چی بوده. گفته جانوران یا حوازی هستن، حوازی منظورش پروازی بوده، یا حوازی هستن یا آبزی هستن و یا در واقع رونده هستن، راه رونده هستن. حوازی، آبزی یا حالا خشکیزی هم بهش گفته میشه، راه رونده هم بهش گفته میشه. پس جانوران ارسطو اومد به سه دسته کلن تقسیم کرد، اما اومد گیاهان رو هم دسته بندی کرد. گیاهان رو گفتم میگم گیاهان علفن، درختچن، درختن. پس طبقه بندی قدیمی که یک نوعش و مثالش میشه طبقه بندی ارسطو،
فقط میاد ویژگی های رفتاری و ظاهری رو نگاه میکنه، هیچ کاری به ساختار نداره، هیچ کاری به در واقع نوع تولید مثلشون نداره که بگه اگر تولید مثلشون این شکلیه که تخم میذارن پس اینا در واقع جزء تخم گذارن. نه، اصلا اینا رو نگفت، اصلا نگفت که لقاح داخلیه لقاح خارجیه، اینا رو اصلا صحبت نکرد راجبش. ولی توی طبقه بندی جدید ما میایم به رفتار اتفاقا نگاه میکنیم. خب پس گیاهان درخت، درخچه و علف بود. ایرادی که روی ردبندی ارسطو کتابتون گذاشته همین چیزی که بهتون گفتم، در واقع اصلا مبنا رو ویژگی های ساختاری نگرفت، فقط ویژگی های ظاهری و رفتاری. میگه ردبندی ارسطو فقط بر مبنای صفات ظاهری بوده و جاندارانی که با هم توی یک گروه قرار میگرفتن کسایی بودن که شباهت ظاهریشون با هم بیشتر بوده. و از طرف دیگه موقعیت برخی جانداران مانند لاک‌پشت در این رده مشخص نبود. بگیم ببینم لاک‌پشت رو الان میگین دوزیسته یا میگین خزنده است؟ لاک‌پشت از نظر شما دوزیسته یا خزنده است؟ بعضن میبینیم بچه ها حتی میان سال دهم، سال یازدهم نمیدونن هنوز لاک‌پشت دوزیسته یا خزنده است. چرا؟ چون توی کتاب علوم هشتم 2 سال پیش نوشته او خزنده، بعد اومد کردش دوزیست. چون هنوز میان هم بر اساس ظاهر میگن هم بر اساس ساختار میگن. الان همین بین خودتونم اختلاف افتاده بین خزنده و دوزیست. بچه ها لاک‌پشت جز خزندگانه، لاک‌پشت جز خزندگانه، درسته. بله دوزیست اشتباهه، درسته که هم توی آب زندگی میکنه هم توی خشکی، ولی از لحاظ ویژگی های ساختاری لاک‌پشت رو ما رو جزء خزندگان دسته‌بندی می‌کنیم. رده‌بندی‌های امروزی رو باید بدونیم که چه شکلی هست. چند تا سلسله داریم. رده‌بندی‌های امروزی بچه‌ها علاوه بر ویژگی‌های در واقع ظاهری و رفتاری میاد به شباهت‌های ساختاری نگاه می‌کنه. حتی شباهت‌هایی که توی مولکول‌های تشکیل دهنده باشه. آقا دیگه شما بلدین دیگه، DNA می‌شناسین، ماده وراثتی می‌شناسین، ژن میشناسین، همه اینا توی ردبندی امروزی مد نظر قرار گرفته شده و شباهت‌های ظاهری توی مراحل خیلی بعدتر و پایین‌تر هستش که مد نظر ما. پس DNA ماده وراثتی و در واقع شباهت ساختاری و مولکولی نکته خیلی مهمتری هست نسبت به شباهت‌های ظاهری و رفتاری. خب بچه از بین انواع مولکول‌های تشکیل دهنده بدن جانداران گفتم اسید نوکلئیک و پروتئین ها برای این منظور انتخاب میشن. چرا؟ اسید نوکلئیک در واقع همون ماده وراثتیه دیگه. خب ماده وراثتی حاوی ژنه، پروتئین از روی ژن ساخته میشه. پس وقتی شما شباهت توی دی ان آ دارین، وقتی شباهت توی ماده وراثتی دارین، قطعاً ویژگی‌های ساختاری شبیه‌تری رو میتونین پیدا بکنین. هر چقدر شباهت این مولکول ها، منظورم دی ان آ و پروتئین هستش، به هم بیشتر باشه، رابطه تکاملی جانداران به هم دیگه نزدیکتر میشه. چرا؟ ببینید الان بین انسان و نسل حالا شامپانزه و میمون میگن رابطه تکاملی بیشتری وجود داره. چرا؟ چون میان دی ان آ رو بررسی میکنن، میبینن از لحاظ ژنی یه سری ژنای شبیه به هم وجود داره که توی جانداران دیگه این ژنها خیلی وجود نداره. امروز جانداران به شیوه های مختلفی رده بندی میشن که رایج ترین اونا به صورت 5 سلسله‌ای هستش. خب بریم ببینیم 5 سلسله چی هست. 5 سلسله‌ای که بچه‌ها ما داریم میشه سلسله باکتری‌ها، آغازیان، قارچ‌ها، گیاهان و جانوران. پس چی شد؟ 5 تا سلسله داریم: باکتری‌ها، آغازیان، قارچ‌ها، گیاهان و جانوران. بعضی از بچه‌ها رو داریم بعضن هنوز میگن خانم قارچ گیاهه. نه، قارچ اصلا جز گیاهان نیست بچه ها. قارچ ها برای خودشون یه سلسله کاملا جداگانه رو تشکیل میدن. پس قارچ ها جز گیاهان حساب نمیشن. 5 تا سلسله داریم، یکی از سلسله ها به صورت کاملا مجزا برای قارچ هاست. خب هر سلسله چند تا در واقع زیرشاخه داره. ما اگر سلسله رو بگیریم سرشاخه، زیرشاخه های دیگه هم برامون وجود داره. چه زیرشاخه هایی برامون وجود داره؟ در قالب این شکل ببینید، فرمان رو بچه ها در واقع یعنی همون سلسله. پس اگر میگی فرمان رو،
فرمان رو در واقع یعنی همون سلسله. فرمان رو داریم، شاخه داریم، رده داریم، راسته داریم، تیره یا خانواده داریم. در واقع تیره معنی دیگش خانواده است، فکر نکنین یکی از زیر شاخه ها به صورت مجزاه. و سرده یا جنس داریم و گونه، که گونه میشه همون اسم جانداری که ما داریم بررسیش میکنیم. الان قمری خانگی رو با هم ببینیم کاملا متوجه میشین. بیایم پایین تر راجع به قمری خانگی با هم دیگه یکم صحبت کنیم. چرا؟ چون تو کتابتون اینو مثال زده. ببینیم بچه ها، قمری خانگی سلسلش، خب گفتم 5 تا سلسله است: باکتری، آغازی، قارچ، گیاهان، جانوران. خب پس سلسله یا فرمان روش میشه جز جانوران قاعدتا. شاخش رو باید بگیم بچه ها. الان به من بگیم ببینم قمری خانگی، همون قمری خانگی بچه ها تقریبا همون یا کریم خودمونه ها، بیارید تو ذهنتون. قمری خانگی جز مهرداران حساب میشه یا جز بیمهرگان حساب میشه؟ بچه جواب بدین، تو کلاس فعالیت داشته باشین که با همدیگه بتونیم تعامل کنیم. قمری خانگی مهرداره یا بیمهره است؟ آفرین، قطعا مهرداره. پس شاخش شده مهردار، میبینی؟ خب رده چی میشه؟ بچه رده میشه دوزیست، پستاندار، خزنده است. چیه بچه ها؟ خب مشخصه دیگه، ردش میشه جزء رده پرندگان، ردش میشه جزء رده پرندگان. راسته، راسته بچه ها جزء چیا حساب میشه؟ جزء کبوترسانان حساب میشه دیگه. پس راستش میشه کبوترسانان، خانوادش میشه کبوتر، سردش میشه قمری و گونش میشه قمری خانگی. گفتم وقتی برسیم به قسمت در واقع گونه، شما میرسید به اسم اصلی جاندار که در ابتدا اومدید اونو بررسی کردید. پس بچه ها وقتی که دارید از سلسله میایید به سمت گونه، اتفاقی که میفته چیه؟ در واقع از سلسله به سمت گونه بچه ها چیزی که میبینید این شکلیه که داره تنوع جاندارانتون هی کمتر میشه. من اگه بگم سلسله جانوران، تو هر چی دوست داری که جزء جانوره میتونی مثال بزنی. باکتری نباشه، آغازی نباشه، قارش نباشه، گیاه هم نباشه. این 4 تا نباشه قطعا جانوره. خب وقتی میگم مهردار، تو میتونی از انسان مثال بزنی تا یه دونه چی بگم، تا یه دونه موش، تا یه دونه خرگوش، اینا همه مهردارن. خب وقتی میگم پرنده، انواع و اقسام پرندگان رو تو میتونی مثال بزنی. میگم کبوترسان، خب میای توی خانواده کبوترا و بعدش میرسی به اینکه قمریه. پس در واقع از سلسله به سمت گونه وقتی داری حرکت میکنی، اتفاقی که میفته داری تنوع خودتو کمتر میکنی. پس این یه نکته حواستون باشه. نکات رو ببینیم. گفتم همیشه در سطوح بالاتر ردبندی از ویژگی‌های مهم و عمومی و در سطوح پایین‌تر از ویژگی‌های اختصاصی و جزئی استفاده میشه. در زیر یک سلسله هرچه از سطوح بالاتر به سمت سطوح پایین‌تر میایم، تعداد و تنوع جاندارانی که میتونید مد نظر بگیرید کمتر میشه و در مقابل بچه ها شباهتشون داره به همدیگه بیشتر میشه. گونه واحد اصلی و اساسی طبقه بندی محسوب میشه. جاندارانی میتوانن با هم در یک گونه قرار بگیرن که ویژگی های ساختاری، عمل کردی، وراثتیشون کاملا شبیه هم باشه. ساختاری، عمل کردی و وراثتیشون کاملا شبیه هم باشه و در شرایط مناسب بتونن با هم تولید مثل بکنن و زاده هاشون هم بچه ها باید توانایی تولید مثل رو حتما داشته باشن. درست شد؟ پس هم خودشون باید بتونن تولید مثل داشته باشن، هم زاده هاشون باید توانایی تولید مثل رو داشته باشن. خب این هم از این قسمت. در مورد گروه بندی جانداران بچه ها یه سوال براتون آوردم، مال پیشرفت تحصیلی سمپات سال 95 بوده. گفتم که در واقع مهردار و بیمهره بودن جانوران در سطح رده مطرح است. در سطح رده مطرح است. بچه ها این درسته یا غلطه؟ نظرتون رو اعلام کنید. بالاتر رو ببینید اینجا رو. مهردار بودن در سطح رده مطرحه،
کاملا غلط این جمله. شما دارید میبینید که مهره دار بودن رو ما در سطح شاخه داریم در واقع بررسی میکنیم. پس الان گزینه یکتون گزینه کاملا غلطی هستش. گزینه دو، تعداد جاندارانی که در رده قرار میگیرن نسبت به جاندارانی که در شاخه قرار میگیرن کمتره. بله بچه ها این جمله درسته، سلسله شاخه بعدش رده. گفتم از بالا به پایین که حرکت میکنی داری تعداد و تنوع جانداران تو کم میکنی. پس وقتی گفته اونایی که تو ردن کمتر از کسایی که تو شاخن، درسته. پس همین گزینه دو جواب شماست، همین گزینه دو جواب شماست. خب یه آدمی بوده به اسم لینه که در واقع یک زیستشناس سوئدی بوده بچه ها، توی قرن 18 زندگی میکرده، توی قرن 18 زندگی میکرده. در واقع گونه های زنده رو اومده یک نام علمی دو بخشی براشون گذاشته که به زبان لاتین هم هستش. مثلا میبینید گربه رو فلیسکاتوس نوشته، در واقع انسان رو هومو ساپینس نوشته. که در واقع بچه ها این اسمهایی که لینه بیان کرده در واقع داره سرده و گونه رو کنار هم بهتون میگه، سرده و گونه رو داره کنار هم بهتون معرفی میکنه. بریم سراغ سلسله باکتری ها. بچه ها باکتری ها در واقع موجودات زنده و تکیاخته ای هستند. میدونیم که موجودات زنده کلن به این شکل هستند که در واقع یا پریاخته ای هن یا تکیاخته ای هن. موجودات زنده هم میتونن تکیاخته ای باشن هم میتونن پریاخته ای باشن. خب ما موجودات زنده مونو که هم به صورت تکیاخته ای داریم هم به صورت پریاخته ای داریم، چرا میگیم تکیاخته ای پریاخته ای؟ عمل کردشون با همدیگه متفاوت میشه. موجودات تکیاخته ای یا موجودات پریاخته ای عمل کردشون با همدیگه متفاوت میشه. باکتری جز موجودات تکیاخته ای ما کاملا زنده است، اما در واقع ساختارش با موجود پریاخته ای متفاوته و عمل کرده اون سیستم حالا بدنیش هم متفاوت میشه. نگاه کنیم بچه ها، باکتری ها اندامک های غشادار نمیتونن داشته باشن. یعنی چه اندامک غشادار نمیتونن داشته باشن؟ مثلا هسته نمیتونن داشته باشن، چون هسته یک اندامک غشاداره و فرم دی ان آشون هم کاملا با هم متفاوته. چرا متفاوته؟ ما دی ان آی که داریم به دو صورت میتونه وجود داشته باشه، یا حلقوی یا خطی، که انسان هر دوشو داره، هم خطی داره هم حلقوی داره. اما بیشتر دی ان آی که توی بدن انسانه از نوع خطیه، ولی باکتری بچه ها فقط یک نوع دی ان آ میتونه داشته باشه، اونم دی ان آی حلقوی هستش و کلا ساختار دی ان آش خیلی ساده تره، تعداد ژن هاش خیلی کم تره. پس اندامک غشادار مثل هسته هم نداره و به طور کلی به باکتری میگن پروکاریوت یا یو هسته ای و به انسان و بقیه جانداران و جانوران میگن یو کاریوت یا هو هسته ای. خب باکتری ها موجودات زنده تکیاخته هستند، بله، از اصلی ترین و قدیمی ترین موجودات روی کره زمین هستند. باکتری ها در همه جای کره زمین بچه ها پیدا میشن، توی آب، توی خاک، مواد غذایی، مواد در حال تجزیه، چشمه های آب داغ، دریاچه های نمک، یخ های قطبی، در بدن جانداران دیگر. پیش هسته ای چرا؟ ما به پیش هسته ای میگیم همون پروکاریوت، هستشون ابتداییه. به یوکاریوت ها میگن هو هسته ای، هو هسته ای. خب چنین محیط های برای زندگی بیشتر گروه های جانداران نامناسب، باکتری ها جزء فراوانترین موجودات روی کره زمین محسوب میشن. نوع تقسیم باکتری ها رو اگر دوست داری بدونی، باکتری ها تقسیم دوتایی دارن بچه ها. باکتری ها با تقسیم دوتایی در واقع تکثیر میشن، تقسیم دوتایی دارن. خب بریم صفحه بعد جزوه. ساختمان یاخته‌ای باکتری ها، قشاشون رو گفتم قشای یاخته‌ای باکتری ها تقریبا ساختاری مانند یاخته های یوکاریوت داره.
قشا، قشای خود باکتری، نه اندامک قشادارا. این دوتا رو قاطی نکنی. قشایی که میاد خود بدنه باکتری رو میسازه. خب تقریبا قشاش مثل یوکاریوتاست، سیتوپلاسم داره. با توجه به اینکه باکتری جزء پروکاریوتاست، فاقد هسته است، یعنی اندامک قشادار نداره. بنابراین توی سیتوپلاسمش هر گونه اندامک قشادار مثل شبکه اندوپلاسمی، جسم گلجی، میتوکنری، هسته وجود نداره. اما ساختارهای بدون قشا مثل ریبوزوم رو داره. بچه اسم اندامک ها رو لازم نیست حتما شما یاد بگیرین، در حد کتاب درسیتون من دارم بهتون میگم. مثلا جسم گلجی تو کتاب دهم اومده، ولی خب حالا ما تکمیلی تر نوشتیم. مواد وراثتی منظورش دی ان آ هستش. میگیم که باکتری یک دی ان آی حلقوی داره که در ناحیه از سیتوپلاسم وجود داره، بهش میگن ناحیه نوکلئویدی. چون هسته نداره، اونجایی که میاد دی ان آش قرار میگیره رو بهش میگن ناحیه نوکلئویدی. دیواره یاخته ای، بچه ها سلول های بدن انسان دیواره ندارن، یعنی کلن جانوران سلولشون دیواره نداره. نکته است این سلول جانوری باید بلد باشید فاقد دیوار است. اما خب سلول گیاهی و سلول باکتریایی دارای دیوار است. اینو حواستون باشه. دیواره یاخته ای رو گفتم. گفتم باکتری ها علاوه بر قشا، باکتری ها علاوه بر قشا در واقع دیواره یاخته ای هم دارن. علاوه بر قشا دیواره یاخته ای هم دارن که دو تا وظیفه انجام میده. یکی اینه که محافظت میکنه از باکتریتون، یکی این که اصلا به باکتریتون شکل میده. بچه از این نظر باکتری ها به گیاهان شباهت دارن. چرا؟ چون گفتم سلول گیاهی و سلول باکتریایی دارای دیواره هستش. البته لازم به ذکره که بدونین دیواره یاخته ایشون از نظر جنس و ساختار با دیواره یاخته ی گیاه متفاوته، اما خب دیواره رو دارن. باکتری های ساختار اضافه بر سازمانی دارن به اسم کپسول. بعضی از باکتری ها علاوه بر قشا و دیواره، بچه ها یه ساختاری دارن به اسم کپسول که این ساختار کپسول در واقع به بیماریزاییشون کمک میکنه. اونایی که کپسول دارن بیماریزاتر هستن. چرا؟ چون باعث میشه بتونن به سطوح مختلف بچسبن. پس چی شد؟ محافظت از باکتری انجام میده کپسول و چسبیدن آنها به سطوح مختلف. وسیله حرکتی، در واقع وسیله حرکتی باکتری ها تاجک هستش و یک ساختار دیگه ای هم وجود داره به اسم پیلی. یه برجستگی های ریزی وجود داره بهش میگن پیلی. به جز تاجک پیلی هم داره. خب این شکل حتما کمکتون میکنه برای شناخت یک سلول باکتریایی. حتما نگاش بکنید. من توضیحات در واقع در حد کتاب درسیتون رو بهتون گفتم، اما خب یه سری توضیحات اضافه بر سازمان روی این شکل براتون گذاشتم. این جزوه حتما به درد بچه‌ای که سال آینده تشریف میبرن تجربی خیلی میخوره. جزوه رو حتما نگه دارید. جاندارانی که بچه‌ها ماده وراثتیشون درون پوشش هسته است بهشون میگیم یوکاریوت یا هو هسته ای، و جاندارانی که در واقع ماده وراثتیشون فاقد پوشش یا هسته هستش بهشون میگیم پروکاریوت یا پیش هسته ای. از بین 5 سلسله جانداران بچه‌ها فقط باکتری ها پروکاریوت هستن، خوب دقت کنید، و بقیه همشون جز ساختار یوکاریوت هستن. یه مثال براتون گذاشتم برای آزمون سمپاد سال 95 بوده. باکتری هلیکوباکتر پیلوری عامل بیماری زخم معده دارای کدام یکی از اجزای زیر است؟ اندامک یاخته‌ای، دیواره یاخته‌ای، هسته، پوسته سیلیسی. آقا هلیکوباکتر پیلوری خودش گفته هلیکوباکتر باکتریه. باکتری هسته داره؟ خیر. اندامک داره؟ نه. پوسته سیلیسی داره؟ پوسته سیلیسی مال کدوما بود؟ آفرین پانیز جان، گزینه دو میشه. پوسته سیلیسی مال کی بود؟ مال آغازیان بود. الان میریم سراغ سلسله شون، یادتون میاد شکلشو براتون گذاشته بود آغازی که دارای پوسته سیلیسی بود. پس جواب این تست میشه گزینه دو، دیواره یاخته‌ای تنها قسمتیه که برای در واقع باکتری ها ما میتونیم در نظر بگیریم.
برید صفحه بعد، تقسیم بندی باکتری ها رو بر اساس شکل گفتم که عیناً شکل کتاب درسیتونه. دقت کنید، وجود دیواره یاخته ای در باکتری ها باعث شده باکتری ها شکل های مشخص داشته باشن. کلن سه تا شکلن. سه تا شکل میگیم مارپیچی، یا اسم اصلی علمی و خوب دانشگاهش که 2 روز دیگه بری دانشگاه هم بتونی باش صحبت کنی، بهش میگن اسپریل. پس باکتری ها یا مارپیچی که اسم دیگهش میتونیم بگیم اسپریل. کوکسی داریم، کوکسی کروی شکله، و باسیل داریم که باسیل ها میله ای شکلن. پس باکتری ها را اگر خواستی بر اساس شکل تقسیم بندی بکنی، 3 تا شکل میبینی. از سمت چپ شروع بکنم، باسیل یا میله ای، وسطی کوکسی یا کروی، و این ور در انتها میبینیم که به صورت در واقع مارپیچی یا اسپریل میتونن وجود داشته باشن. خب بر اساس تامین انرژیشون هم میتونیم یه تقسیم بندی دیگه بهتون بدیم دخترای گل، حواستون باشه. تقسیم بندی باکتری ها بر اساس شیوه تامین انرژیشون میتونیم صحبت کنیم. باکتری ها، نه فقط باکتری ها، هر جاندار دیگه ای که در نظر بگیری، بر اساس شیوه تامین انرژی به 2 دسته کلا تقسیم میشه. 1 دسته میشه هتروتروف. هتروتروف که هتروتروف میاد از انرژی که توسط یک جاندار دیگه ساخته شده استفاده میکنه و در واقع هتروتروف مصرف کننده است، و اوتوتروف یا در واقع اوتوتروف یا در واقع خود تغذیه که از اون انرژی که خودش تولید کرده از همون انرژی میاد مصرف میکنه. خب گفتم اوتوتروف، این گروه از باکتری ها قادر هستن مواد عالی مورد نیاز خودشونو از مواد معدنی ساده بسازن که روششون هم یا فتوسنتزه یا شیمیوسنتزه. شما نمیدونید شیمیوسنتز یعنی چی، ولی ایشالله اگر به تجربی سالهای آینده میخونید. فتوسنتز رو همتون بلدید. فتوسنتز یعنی چی؟ یعنی جاندار یا حالا گیاه بیاد از ماده معدنی استفاده بکنه، که حالا گیاهان از CO2 کربن دی اکسید استفاده میکنن، از طریق نور خورشید انرژی اولیه‌اش رو بگیره و در واقع بیاد قند بسازه، ماده عالی بسازه. ماده عالی یعنی چی؟ بگیم به من ببینم مواد عالی چه موادی هستن. ما چه به چه موادی میگیم عالی، به چه موادی میگیم معدنی؟ بگیم ببینم ماده عالی یعنی چی. ماده عالی یعنی چی دخترا؟ ماده عالی فکر میکنم نه، آها، یعنی دارای کربن. آفرین مرضیه، ما به موادی که کربن دارن میگیم ماده عالی. آقا همه مواد کربن داره جهان جز ماده عالی حساب میشن؟ آرمیتا مرضیه پانیز، بگیم ببینم تمام مواد کربن داره جهان جز مواد عالی حساب میشن؟ نه بچه ها، CO2 کربن دی اکسید، CO کربن مونوکسید، اینا درسته کربن تو دل خودشون دارن ولی ماده معدنی انا، اینا ماده عالی نیستن. تو ذهنت نگه دار، CO2 اصلا نمیتونه عالی باشه. چرا نمیتونه؟ CO2 ماده معدنیه، گیاه میاد اونو مصرف میکنه، از نور خورشید استفاده میکنه، قند میسازه، 3-6-8-12-6 میسازه، گلوکوز میسازه، درست شد؟ پس در واقع CO و CO2 با این که تو دل خودشون کربن دارن ولی اصلا جز مواد عالی به حساب نمیان. اینو تو ذهنت داشته باش. خب باکتری های هتروتروف داریم، بهشون میگیم دیگر تغذیه. تعداد بیشتری از باکتری ها بچه ها هتروتروف یا دیگر تغذیه هن که خودشون ماده عالی نمیتونن بسازن، ماده عالی رو یکی دیگه ساخته، اینا میرن ازش استفاده میکنن. باکتری های بیماریزا متعلق به این گروه باکتری ها هستن بچه ها. البته انواع زیادی از این باکتری ها وجودشون برای انسان و طبیعت خیلی هم مفیده. ما توی رودمون باکتری زندگی میکنه، اصلا هم بیماریزا نیست، اتفاقا اصلا باید باشه که بتونه کار گوارش در واقع مواد غذایی رو انجام بده و بتونه کمک بکنه به دستگاه گوارش انسان. خب بریم پایین تر.
گفته که باکتری ها برای تامین انرژی مورد نیازشون از روش های گوناگونی استفاده می کنن، به دام انداختن نور خورشید، انجام واکنش های شیمیایی بر روی مواد معدنی. کدام باکتری زیر برای تامین انرژی خود از روش متفاوتی نسبت به سه باکتری دیگه استفاده میکنه؟ باکتری آلوده کننده که میتونه درون کنسرو ها باشه، خب آلوده کننده است، بیماریزاه. باکتری های همزیست در اعماق لوله گوارش، باکتری های کف جنگل که در لابلای مواد گیاهی در حال پوسیدن زندگی میکنن، باکتری که در عمق پوسته زمین و بین لایه های رسوبی جامد زندگی میکنه. بچه ها باکتری هایی که همزیستن یا لابلای گیاهانن یا تو روده انسانن یا تو بدن جاندارانن، به خاطر این اصلا اونجان که هتروتروفن، نمیتونن خودشون ماده عالی بسازن، پس میان از یک گروه دیگه این ماده عالی رو دریافت میکنن. و باکتری های بیماریزا هم گفتیم جز هتروتروفن، پس گزینه 1، 2 و 3 هتروتروف، اما گزینه 4 جز باکتری های اوتوتروف هستش و ساختارش متفاوت. خب اهمیت باکتری ها رو داریم. از دلایل اهمیت باکتری ها میتونیم چندین مورد بگیم. مثلا به همراه قارچ ها بچه ها جز تجزیه کنندگان اصلی طبیعت هستن، پس به همراه قارچ ها جز تجزیه کنندگان اصلی طبیعت هستن و به چرخه مواد در طبیعت کمک میکنن. تعدادی از اونا نیتروژن هوا رو میگیرن و به شکل قابل استفاده در میارن، چون میدونید بچه ها در واقع گیاهان از نیتروژن مولکولی نمیتونن استفاده بکنن، باید اونو تبدیل بکنن به نیترات، باید اونو تبدیل بکنن به انواع دیگه‌ای و در واقع از اون استفاده بکنن. خب امروزه از بعضی باکتری ها برای پاکسازی محیط زیست هم از آلوده های نفتی داریم استفاده میکنیم، این هم یکی از اهمیت هاشه. برای تولید گیاهان مقاوم به آفت ازشون استفاده میشه، تولید گیاهان مقاوم به آفت. توی تولید داروها بچه ها نقش اساسی دارن که با روش مهندسی ژنتیک میان از باکتری برای ساخت انسولین استفاده میکنن. توی برخی غذاها مثل ماست، پنیر، سرکه به انسان کمک میکنن توی تهیهشون. توی لوله گوارش انسان هم گفتم به صورت همزیست وجود داره و در واقع کار دستگاه گوارش رو تکمیل میکنه. پس در مجموع باکتری ها جانداران بسیار مفیدی هستن و تنها تعداد اندکی از آنها بیماری زان. بچه بیماری های باکتریایی خیلی خطر کمتری نسبت به بیماری های ویروسی داره دیگه. اصلا خود بیماری زایی باکتری هم نسبت به ویروس خیلی کمتره. خب تولید مثلشون از طریق روش تقسیم دوتاییه که حالا من وارد این قضیه که تقسیم دوتایی چجوری انجام میشه نمیشم. ساده ترین نوع تولید مثل هم بچه در بین جانداران همین تقسیم دوتایی هستش. بریم پایین تر. یه فرمول هست، اگر حالا کسی تست میزنه این فرمول خوبیه برای اینکه ببینیم که چجوری میتونیم تعداد باکتری ها رو حساب بکنیم. یه رابطه براتون گذاشتم که از این رابطه میتونید تعداد باکتری ها رو توی اون مدت زمانی که خودتون مد نظرتونه حساب بکنید که به چه صورت تقسیم میشن. صفحه بعد رو ببینیم، سلسله آغازیان. یه لحظه صبر کنیم من ببینم کتاب درسیتون رو اینجا دارم. فایل کتاب درسی رو نذاشتیم، نه؟ 4 تا بوده، یکیشو ندادن. خب، سلسله آغازیان رو بچه ها ببینیم. آغازیان یکی از قدیمی ترین و متنوع ترین گروه های جانداران هستن که بیشترشون تکیاخته‌ای‌ان. بچه ها باکتری ها هم بهتون گفتیم تکیاخته‌ای‌ان، آغازیان هم تکیاخته‌ای‌ان. اما نمونه های پریاخته‌ای هم دارن آغازیان. پس آغازیان هم به صورت تکیاخته دیده میشن هم به صورت پریاخته. اولین در واقع جانداران یوکاریوتی آغازیان بودن که در واقع بر روی زمین ظاهر شدن. به خاطر همین هم اصلا بهشون میگن آغازی. تقریبا 1.5 میلیارد سال پیش به وجود اومدن. این جانداران توی حالا سلسله خودشون تنوعشون خیلی زیاده. بعضیشون شبیه گیاهانن، بعضیشون شبیه جانورانن. اونایی که به شکل در واقع گیاهان وجود دارن همون جلبک ها هستن که توی کتاب درسیتون هم انواع جلبک ها رو شکلش رو داریم با همدیگه بررسی میکنیم.
اونایی هم که به صورت جانوری هستن مثل پارامسی، آمیب، اوگیلنا، دیاتوم، در واقع اینا اغلب آغازیان جانور مانند هستن که توی آب زندگی میکنن. غالبا محیط زندگیشون بچه آب هستش. دیاتوم رو مثلا اومده بهتون معرفی کرده. دیاتوم در واقع از گروه آغازیان تکیاخته است که فتوسنتز هم میکنه بچه ها. آغازیان برخیشون فتوسنتز کننده هم هستن. مثلا همین دیاتوم تکیاخته است، فتوسنتز هم میتونه انجام بده. که گفتیم پوسته سیلیسی دارن. پوسته سیلیسی پس خاص آغازیان خاص دیاتوم بوده. پوسته این آغازی دو قسمتی و سیلیسیه. یه سری رسوبات حاوی این پوسته بچه ها از نظر ارزش اقتصادی بررسی میشه و توی صنایع مختلف کتابتون گفته شیشه سازی و سنباده و میناگری استفاده میشه توی این صنعت ها. خب پس دیاتوم یکی از آغازیانیه که کتابتون بررسی کرده، حواستون باشه پوسته سیلیسی برای آغازیانه و برای نوع دیاتوم. اما جلبک در واقع جز آغازیان گیاه ماننده. شناخته شده ترین در واقع گروه آغازیان همین جلبک ها هستن که جلبک ها رو بر اساس های مختلفی تقسیم بندی می کنن. افزون بر تولید اکسیژن، جلبک ها غذای جانوران آبزی مثل ماهی ها رو هم تأمین می کنن. بعضی از جلبک ها بچه ها تکیاخته ای هن و بسیاریشون پریاخته ای. به قید ها حتما دقت بکنید. بعضی از جلبک ها تکیاخته ای هن، بیشترشون به صورت پریاخته ای هن. جلبک ها بچه ها بر حسب نوع رنگیزه ای که دارن فتوسنتز می کنن یا نمی کنن. بریم پایین تر ببینیم جدولی که تقسیم بندی کرده این قسمت رو. ما جلبک سبز داریم، قرمز داریم، قهوه ای داریم. جلبک سبز بچه ها تکیاخته ایه، توی آبهای شیرین زندگی میکنه. برخیشون پریاخته ای هم هستن و توی دریاها زندگی میکنن. پس اونا که تکیاخته این آب شیرین، اونا که پریاخته این آب شور مثل دریاها. جلبک قرمز داریم که پریاخته ایه، توی آب گرم زندگی میکنه. رنگیزش رنگیزه قرمزه، پس تو قسمت‌های عمیق دریاها که نور خورشید وجود نداره میتونن زندگی بکنن، چون که خود رنگ قرمز نور رو به اندازه کافی میتونه خوب جذب بکنه. پس توی اعماق دریاها که نور کمه هم باز میتونن زندگی بکنن و عمل فتوسنتز هم انجام میدن. یه ژلی وجود داره، حالا توی آزمایشگاه ان‌شاءالله اگه تشریف ببرید دانشگاه رشته‌های علوم پایه رو بخونین، یه ژلی داریم به اسم ژل آگار که برای حالا محیط کشت و اینا استفاده میشه. این آگار جنسش همین جلبک قرمز هستش. جلبک های قهوه‌ای رو داریم که اونا هم پریاخته‌ای هستن، توی دریاها زندگی میکنن. بزرگترین گروهشون گروهی هست به اسم کلپ و در واقع سرشار از ویتامین و یود هستن. یک دسته دیگر از آغازیان را اگر بخوام بررسی بکنم، آمیب ها هستن. آمیب یکی از آشناترین آغازیانه، یعنی اسمش شما خیلی بیشتر از بقیه شنیدید. آمیب نمیتونه بچه ها فتوسنتز بکنه، اما یه ویژگی دیگه ای داره، پاهای کاذب داره. بدن خودشو و در واقع سیتوپلاسم درون سلولی خودشو به شکل‌های مختلف میتونه در بیاره و از طریق پاهای کاذب میتونه خودشو به سمت شکارش جلو ببره و در واقع اون رو وارد بدنش بکنه و ببلعتش. پس پای کاذب داره. آمیب هم توی آب شیرین زندگی میکنه، هم توی آب شور زندگی میکنه. دقت، آمیب ها از آشناترین آغازیان هستن. نمیتونن بچه ها فتوسنتز کنن. مواد عالیشون رو از طریق در واقع بذارین قبل از اینکه اینو بگم، بچه ما زندگی های جاندارانمون یه سری حالا زندگی های مختلف داریم. یکی از زندگی ها زندگی آزاد هستش که یعنی خودش غذای خودش رو فراهم میکنه، ماده عالی مورد نیاز خودش رو فراهم میکنه. یک زندگی داریم که به صورت همزیستی انجام میشه، یک زندگی داریم به صورت همسفرگی انجام میشه و یک زندگی داریم به صورت انگلی انجام میشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی که داری غذا تو از جانور دوم به دست میاری، داری به اون جانور دوم آسیب میرسونی. برای خودت سوده، برای اون جانور ضرره. به این نوع زندگی میگن انگلی. پس آمیب به صورت انگلی بچه ها غذاشو تامین میکنه.
هم در آبهای شیرین داریم، هم در آبهای شور داریم و هم توی خاکهای مرطوب داریم. شیوه ی حرکت آمیب ها از طریق پاهای کاذبشون هستش که نوعی در واقع برآمدگی سیتوپلاسمی هستش. نوعی از آمیب ها در انسان بیماری اسهال خونی رو به وجود میاره. دلایل اهمیت آغازیان رو براتون گفتم. منبع غذایی بچه ها برای سایر جانداران هستن، مثل ماهی ها در واقع توی زنجیره غذایی ما مهمن. آغازیانی هستن که فتوسنتز کنندن، یعنی نقش بسیار مهم توی تامین اکسیژن هم دارن و ویتامین های مختلف، عناصر مختلف، مثلا گفتم جلبک قهوه‌ای، ویتامین و یود، خب خیلی توی ساختارش وجود داره و میشه ازش به دست آورد. رسوبات باقی ماندهشون برای ما مهمه. مثلا دیاتوم ها گفتیم به خاطر اون پوسته سیلیسی که دارن در واقع توی صنایع مختلف کاربرد دارن، مثل شیشه سازی، میناگری. توی بعضی از نقاط جهان بچه ها برخی جلبک ها به عنوان غذا خورده میشن و جلبک های قرمز هم که گفتیم در تهیه آگار که در واقع بجز حالا محیط کشت باکتری و آزمایشگاه و اینا، توی سفت کردن بستنی هم ازش استفاده میشه، پس توی صنعت کاربرد داره. خب امروز بچه ها حتی از آغازیان برای تولید سوخت پاک هم داره استفاده میشه که حالا هنوز تو کشور ما این اتفاق نیفتاده، ولی خب دارن ازش استفاده میکنن توی دنیا. آب‌های راکت بچه ها مناطق مناسب برای رشد در واقع آغازیان هست. سلسله قارچ ها رو داریم. گفتم قارچ ها جزء گروه گیاهان به حساب نمیان، هر چند از نظر ظاهری شبیه گیاهان هستن اما تفاوت های ساختاری دارن با هم دیگه که اونا رو توی سلسله قارچ ها به صورت جداگانه میگیم. بچه ها قارچ ها هم به صورت تکیاخته‌ای هستن هم پریاخته‌ای، مثل جلبک سبز. جلبک سبز هم گفتم هم تکیاخته است هم پریاخته است و در واقع اصلا یکی از دلایلی که میگیم قارچ ها با گیاهان نباید هم گروه باشن همینه دیگه. شما اصلا گیاه تکیاخته ندارید ولی خب قارچ تکیاخته داری. خب قارچ ها بچه ها کلروفیل ندارن، اصلا هیچ نوع از هیچ قارچی کلروفیل نداره، پس فتوسنتز کننده نیست و قارچ ها کلن هتروتروفن، فوتوتروف یا اوتوتروف نیستن، چون فوتوتروف یا اوتوتروف باید بتونه فتوسنتز بکنه ولی خب قارچ ها این ویژگی رو ندارن، همشون هتروتروف هستن. یاخته های قارچ ها بچه ها مثل در واقع گیاهان دیواره یاخته ای دارن اما جنس دیواره یاخته ایشون کاملا با دیواره یاخته گیاهان متفاوته. از ماده ای ساخته شده، پلیساکاریدی ساخته شده به نام کیتین. کیتین بچه ها هم توی قارچ ها جنس دیواره یاخته ایشون رو تشکیل میده، هم توی حشرات اسکلت خارجی حشرات از جنس کیتینه، پس این کیتین رو گوشه ذهنتون داشته باشین. هم در واقع توی اسکلت خارجی حشرات به کار رفته، هم جنس دیواره سلولی قارچ ها از نوع کیتین هستش. خب گیاهان بچه دارای بافت‌های مختلفن، در صورتی که قارچ‌ها از رشته‌های باریکی ساخته شدن، حالا بهش میگن میسیلیوم، کاری نداریم، میرید میخونید توی زیست شناسی سال‌های بعد، ولی خب ساختارشون کاملا با ساختار گیاهی متفاوته. دیواره قارچی گفتم کیتین هستش اما دیواره گیاهان شما میدونید که از سلولوز ساخته شده. قارچ‌ها رو دارین می‌بینین، نمونه‌های مختلفی داریم، قارچ‌های چتری، مخمر و کپک‌ها، که حالا مخمر یک قارچ تک سلولی هستش، مخمر یک قارچ تک سلولی هستش اما قارچ چتری در واقع قارچ پر سلولی هستش. قارچ ها هم مثل باکتری ها در واقع خیلی مهمن چون یکی از اصلی ترین تجزیه کنندگان بچه ها طبیعت هستن. تعدادی از اونا رو به عنوان غذا ما مصرف میکنیم، مثل انواع قارچ های چتری، توی داروسازی ازش استفاده میشه، در واقع توی تهیه مواد غذایی و نوشیدنی مثل نان و پنیر و اینا از مخمر استفاده میشه که نوعی قارچه. آفت گیاهی هستن بعضی از قارچ ها، حالا مثلا مثل زنگک در واقع زنگ گندم یا سیاهک یا سفیدک، اینا همه قارچ ها هستن که بیماری هایی هستن که میان ایجاد میکنن توی گیاهان.
تعدادشون هم توی انسان میتونن بیماریزا باشن، مثل قارچ لای پای انگشتان و در واقع قارچی که باعث کچلی میشه. اینم از این. زنگ آفتابگردان رو براتون گذاشتم، سفیدک خیار رو گذاشتم، اینا همه بیماری های قارچی هستن که توی گیاهان مختلف هستن. چند تا نکته خوب راجع به قارچ ها گفتم. قارچ ها جانداران مقاومن، در محدوده وسیعی از دما و شرایط میتونن زندگی بکنن، توی یخچال میتونن زندگی بکنن، توی محیط های غلیظ قندی مثل مربا میتونن، توی نمک میتونن، توی قسمت های مختلفی میتونن زندگی بکنن. قارچ ها در مجموع بچه ها جانداران بسیار مفیدن. چرا؟ چون تعداد کمیشون بیماریزان، بیشتر در واقع استفاده ازشون میکنیم. مخمر نمونه ای از قارچ تک یاخته ایه و در تهیه خمیر نانوایی استفاده میشه و قارچی هستش که با روش جوانه زدن تولید مثل غیر جنسی داره. خب بریم صفحه بعد. با یه تیتری اومدم به عنوان مقدمه، بعدش میخوام راجع به در واقع ویروس صحبت بکنم. الان دارم مقدمه طور باهات صحبت میکنم. نگاه کن، من میگم جاندار یا بیجان. عامل بچه ها همه بیماری های عفونی باکتری و قارچ و آغازی نیست، یعنی همه بیماری های عفونی رو اینا به وجود نمیارن. عامل برخیشون موجوداتی هستن به نام ویروس. بچه ها ویروس مثل همین کرونا، کرونا در واقع یک بیماری ویروسی هستش که عاملش یک ویروسی هست به نام کووید، درسته؟ کووید 19. خب این بیماری یک بیماری در واقع ویروسی هستش. بچه ها ویروس نه جانداره نه بیجانه، یعنی نمیتونم بهش بگم تو یه موجود زنده ای، نمیتونم بهش بگم تو یه موجود مرده ای. چرا بچه ها؟ در واقع ویروس ها رو میگن مرز بین دنیای زنده و در واقع مرده یا بیجان. چرا بچه ها؟ ویروس ها به خودی خود تا وقتی که وارد بدن یک موجود زنده نشده باشند و در واقع از ساختار اون موجود زنده استفاده نکنن، نمیتونن تولید مثل کنن و تکثیر بشن. چرا؟ چون ساختار سلولی ندارن. ساختار سلولیه که کمک میکنه به تولید مثل و در واقع تکثیر، اما ویروس ها این ساختار رو ندارن. به محض ورودشون به داخل بدن یک موجود زنده میتونن از ساختار سلولی اون موجود زنده استفاده بکنن و در واقع شروع بکنن به تکثیر و بعد از تکثیر شدنشون شروع بکنن به بیماریزایی. پس در واقع ویروس به دلیل نداشتن ساختاری که در واقع ساختار سلولی باشه، نمیتونه خودش به خودی خودش تکثیر بشه تا وقتی که وارد بدن یک موجود زنده نشده باشه. عامل همه بیماری های عفونی گفتیم باکتری نیست، قارچ نیست، آغازی هم نیست، بلکه عامل برخی از آنها موجوداتی به نام ویروسه. ویروس موجودی هستش از باکتری بچه ها ریزتره. با توجه به اینکه ساختار یاخته‌ای یا سلولی نداره، پس بسیاری از فعالیت‌های حیاتی مثل تغذیه، تنفس و رشد رو انجام نمیده. زیست شناسان آنها را موجودات زنده کامل به حساب نمیارن، بلکه میگن مرز بین موجود زنده و موجود غیر زنده هستند و در هیچ کدام از سلسله های موجودات زنده قرار نمیگیرن. پس ویروس جز هیچ کدام از اون 5 تا سلسله نیست. اما با وجود این، در بسیاری از جانداران باعث بروز بیماری شدن و تأثیر زیادی روی زندگیشون گذاشتن. چه بیماری های ویروسی هن؟ بشناسین از این به بعد. آنفولانزا یک بیماری ویروسیه، آبل مرغان یک بیماری ویروسیه، هاری یک بیماری ویروسیه، ایدز یه بیماری ویروسیه، یه کرونا هم خودتون اضافه کنین دیگه، کرونا یک بیماری ویروسیه. خب ساختار ویروس چه شکلیه؟ بچه ها ویروس ساختارش این شکلیه که در واقع ماده وراثتی رو داره، یه پوشش پروتئینی هم اطراف ماده وراثتیش رو احاطه میکنه و در واقع از ماده وراثتیش داره محافظت میکنه. ماده وراثتیش از نوع DNA یا RNA میتونه باشه که حالا اینا دیگه در سطح شما نیست، بالاتره. خب
تولید مثل ویروس ها در واقع بچه ها اینو تو کتابتون نیورده، ولی اگر دوست دارید بدونید، تولید مثل ویروس در خارج بدن یک موجود زنده اتفاق نمیفته. حتما باید وارد بدن یک جاندار بشود و از ساختار سلولی میزبان خودش استفاده بکنه و بتونه در واقع اون جاندار رو آلوده بکنه، تکثیر بشه و تولید مثل انجام بده. بیماری ایدز رو کتابتون بررسی کرده، گفتیم که ایدز بچه‌ها یکی از خطرناکترین بیماری های ویروسیه. چرا این بیماری اینقدر خطرناکه؟ بچه‌ها ویروس ها یک دورانی دارن به اسم دوران کمون یا دوران نهفتگی. این دوران کمون یا دوران نهفتگی مدت زمانیه که ویروس توی بدن اون موجود زنده وجود داره، اصطلاحاً موجود زنده ناقله ولی علائم خودشو نشون نمیده. به خاطر همین نشون ندادن علائم طرف نمیدونه بیماره و ممکنه با یک بیماری خیلی ساده سیستم ایمنیش انقدر ضعیف شده باشه که نتونه اون بیماری ساده رو تحمل بکنه و با یک سرماخوردگی طرف بمیره. چرا؟ چون ویروس ایدز مستقیما روی دستگاه ایمنیه که داره تاثیر میذاره، میره داخل گلبول‌های سفید خون، شروع به تکثیر میکنه. گلبول‌های سفید کارشون در واقع مبارزه با عوامل بیماریزاییه که وارد بدن میشن. داخل این گلبول‌ها تکثیر میشه، انقدر تکثیر میشه داخلشون که اینا بترکن، متلاشی بشن، از بین برن و در واقع ویروس کل بدن رو میگیره. طرف هنوز نمیدونه، میتونه از 6 ماه دوران کمونش باشه تا 10 سال، یعنی 10 سال طرف ایدز داشته باشه ندونه. خب انقدر این سلول های گلبول سفید میمیرن و از بین میرن، دستگاه ایمنی ضعیف میشه، طرف سرما میخوره، نمیتونه جلوی باکتری مقاومت کنه و ممکنه که بمیره. خب این از این که حالا نوعی بیماری ویروسی هستش و ما اومدیم اینو بررسی کردیم. راه های انتقالش هم که توی کتاب درسیتون براتون نوشته، ما هم میگیم از طریق برخی مایعات بدن مثل خون در واقع میتونه جا به جا بشه و از فرد آلوده میتونه به فرد سالم منتقل بشه. تیغ، سرنگ که آلوده به این ویروس باشه حتما میتونه این ویروس رو انتقال بده. پس گفتیم بیماری های ویروسی در واقع خطرناکیشون به خاطر اون دوران کمون یا نهفتگیه که دارن. خب یه مثال هم براتون گذاشتم، گفتم فردی مبتلا به بیماری ایدز کدوم نمودار در واقع داره تعداد گلبول های سفید بدنش رو بعد از ورود این ویروس به بدنش نشون میده. قاعدتا بچه ها داره شماره 2 اینو نشون میده. توی کتاب درسیتون این نمودار کشیده شده. چرا شماره 2؟ وقتی ویروس وارد بدن میشه، بدن شروع میکنه به دست و پا زدن برای مبارزه. اول گلبول سفید زیاد میشه که بتونه مبارزه بکنه. بعد وقتی که این ویروس غلبه کرد بهش و زور بدن بهش نمیرسه، قاعدتاً چون این ویروس خیلی سریع تکثیر میشه، میره داخل گلبولای سفید، شروع میکنه به زیاد شدن. گلبولای سفید متلاشی میشن و به مرور زمان نمودارتون نزولی میشه، چون گلبولای سفید دارن از بین میرن. پس قاعدتاً در واقع گزینه 2 میشه جواب این سوال. خب فصل 11 کتاب درسیتون تموم شد به صورت کامل و جامع. من الان دارم بچه ها جدول حذویاتی که حالا آموزش و پرورش اعلام کردن نگاه میکنم. ما از فصل 11 بچه ها هیچ حذویاتی نداشتیم، به خاطر همین من واو به واو و تصویر به تصویر کتاب درسی رو براتون بررسی کردم. پس فصل 11 هیچ گونه حذویاتی نداره، خیلی حواستون رو جمع کنین، جزوه کاملش هم در اختیارتون هست. اما فصل 12 حذویاتش بچه ها میشه از سر گیاهان بدون آوند، که حالا ما اگر که وقت بکنیم اونا که آوند ندارن هم توضیح میدیم، ولی خب حالا فعلا اگر بخوایم نگاهمون به امتحان نهایی باشه، گیاهان بدون آوند در واقع از امتحان نهاییتون حذف شده. بریم سراغ فصل 12 ببینیم دنیای گیاهان به چه شکل هستش. ما الان سلسله ها رو خوندیم، یکی از سلسله ها گیاهان هستش. باکتری ها رو در واقع بررسی کردیم، آغازیان رو بررسی کردیم، قارچ ها رو هم بررسی کردیم. گفتیم ویروس هم که جزء هیچ سلسله ای نیست، چون مرز بین دنیای زنده و دنیای غیر زنده است، ما جزء هیچ سلسله ای بررسیش نمی کنیم. اما دو تا سلسله برامون مونده، سلسله گیاهان، سلسله
جانوران. میخوایم بریم سراغ سلسله گیاهان و بعدش هم میریم سراغ سلسله جانوران توی فصلهای 13 14 و 15 13 و 14 15 که حالا راجع به همزیستی میخوایم صحبت بکنیم. خب حواسا جمعه، همه حالشون خوبه، همه حواسشون به کلاسه، یه فیدبک به من بدین من ببینم تو چه حالتی هستین. بله همین 3-4 نفر فقط دارن صدای ما رو میشنون دیگه، بقیه بچه ها بگیم ببینم فصل 11 رو خوب یاد گرفتین دیگه. بریم سراغ فصل 12. میخوام راجع به دنیای گیاهان صحبت بکنیم. بچه ها دنیای گیاهان در واقع دنیایی هستش که یه سری در تفاوت با دنیای جانوران داره. من خیلی سعی کردم توی فصل قبلی به این تفاوت‌ها اشاره بکنم که یه حجمی از نکات فصل 12 و 13 رو توی فصل 11 به صورت حالا جمع‌بندی شده بهتون گفته باشم. بچه ها اگر به دنیای گیاهان فکر بکنید، در واقع کتاب درسی هم با همین مقدمه شروع کرده که تا حالا اصلا به دنیای گیاهان فکر کردین؟ اگر به دنیای گیاهان فکر بکنید بچه ها میبینین که در واقع از لحاظ سلولی و از لحاظ ساختاری دنیایی دارن با دنیای جانوران کاملا متفاوت. من اگر بخوام دیدمو در حد میکروسکوپی کنم، خب ما دو تا دیدگاه داریم دیگه، دیدگاه میکروسکوپی، دیدگاه ماکروسکوپی. دیدگاه میکروسکوپی یعنی در سطح سلولی بخوام بهش نگاه بکنم، خب سلول گیاهی با سلول جانوری یه سری تفاوت ها داره. مثلا سلول های گیاهی گفتم دیواره دارن، دیواره شون در واقع دیواره سلولوزی هست و میتونه توی لایه های مختلفی باشه. ایشالله اگر تشریف بیارین رشته تجربی فصل 6 و 7 زیست دهم میخونید راجع به گیاهان. دیوارشون لایه های متفاوتی داره، اما به طور کلی جنسش از یک پلیساکاریدی به اسم سلولوزه. من اگر بخوام راجع به مولکول ها صحبت بکنم 2-3 ساعت بعد راجع به شما ساختار مولکولی درس بدم، اما در این حد بدونید که پلیساکارید در واقع نوعی قنده. پس سلولوز نوعی قند هست که شاخه هاش از گلوکوزه، اما شکل قرارگیری این شاخه ها باعث شده یک ماده رو به وجود بیاره به اسم سلولوز. بچه ها سلولوز بیشترین ماده عالیه که توی طبیعت وجود داره، فراوانترین ماده عالی طبیعت حتما سلولوزه. خب دیواره سلولی گیاهان از سلولوز تشکیل شده. از بیس با این قضیه ما مشکل داریم، دیواره جانوری اصلا وجود نداره. پس یکی از چیزهایی که ما باید تو دیدگاه میکروسکوپی بهش دقت بکنیم اینه که سلول گیاهی دیواره داره از جنس سلولوزه، سلولوز پلیساکاریده، ولی دیواره جانوری اصلا وجود نداره. این کلمه به کل غلطه. دیواره جانوری یعنی چی؟ سلول جانوری دیواره نداره. خب پس ما میگیم که در واقع توی نگاه میکروسکوپی این مهمترین نکته ایه که وجود داره. اما اگر بخوایم بریم در واقع یه ذره دیدگاهمون رو بیاریم بالاتر، در حد مولکولی، در حد در واقع این که بخوایم بگیم که چه بافتهایی داره یک گیاه، چه اندامهایی داره یک گیاه بهش نگاه بکنیم، میگیم گیاهان رو در ابتدای کار باید به 2 شاخه تبدیل بکنیم. براتون توی جزوه‌تون هم من همین کار کردم، نگاه کنین، به 2 شاخه کلی باید تبدیل کنیم. میگیم گیاهان یا آوند دارن یا آوند ندارن. گیاهان آوند دار، گیاهان بدون آوند. گیاهانی که آوند دارن میتونن دانه داشته باشن یا میتونن دانه نداشته باشن. من گفتم گیاهان بدون آوند و بدون دانه گیاهان آوندار. نگاه کن تقسیم بندی منو، گیاهان بدون آوند و بدون دانه رو گفتم. مثلا مثالشو در نظر بگیر، خزه. خزه چی داره؟ بچه ها خزه نه ریشه واقعی داره نه ساقه واقعی داره، حواستون باشه. پس خزه ریشه و ساقه واقعی ندارد. گیاهان آوندار به چند دسته تقسیم میشن؟ 2 دسته. دانه داری؟ دانه نداری. اگر دانه داشته باشی میشن مخروط داران، مثل کاج. مخروط داران مثل کاج که به طور کلی بهشون میگیم بازدانگان، و یا میشن گلدار که به طور کلی بهشون میگیم نهاندانگان.
بحث اصلی ما رو نهاندانگانه که حالا اینجا یه مقدمه ازش میخونید، توی زیستشناسی سالهای بعد به طور کامل چرخشون رو خواهید خون. اگر گیاهت آون داره ولی دانه نداره میشه سرخس. سرخس در واقع گیاهی هستش که آوند دارد ولی دانه ندارد. ریشه و ساقه و برگ هم سرخس داره، اما بچه ها سرخس گل نداره. پس قسمت هایی که دارن و ندارن رو باید بلد بشیم. خود نهاندانگان رو دیگه اینو خیلی خوب بلدید، از پیش دبستانیتون اینو بهتون گفتن. نهاندانگان رو ما دو دسته میکنیم، میگیم یا تک لپن یا دو لپن. گیاهان نهاندانه تک لپه، گیاهان نهاندانه دو لپه. بخوای زیر شاخش رو بررسی کنی هم آون داره هم دانه داره. خب نکته، گفتم با توجه به این که می دونیم در رده بندی در سطوح بالاتر از ویژگی های پر اهمیت و عمومی استفاده میشه، پس می تونیم بگیم گیاهان رو تقسیم بندی بکنیم بر اساس وجود آوند یا عدم وجود آوند. خب حالا این همه گفتم آوند، بچه ها اصلا آوند چی هست؟ شناختین گیاهان آوندار و بدون آوندو، ولی تعریف آوند چیه؟ خود آوند چی کار میکنه اصلا برای گیاه؟ خوب گوش بدین به من بچه ها. یاخته های گیاهی مثل تمام یاخته های دیگه، مثل هر یاخته زنده دیگه، نیاز به مواد مغذی دارن. این مواد مغذی رو کی باید بهشون برسونه؟ مثلا خودتو در نظر بگیر، ساختار بدنی خودتو تجسم بکن. ببین ما تمام سلول‌های بدنمون نیاز به مواد مغذی داره. این مواد مغذی رو از کجا می‌گیریم؟ قلب میاد خون رو پمپاژ می‌کنه، خون از طریق بزرگ سرخرگی به اسم آورت میاد زیر شاخه می‌گیره، تقسیم بندی میشه، میره نزدیک سلول‌های بدن و در واقع مواد مغذی رو میرسونه، مواد دفعی رو ازشون میگیره، میاره دوباره اینا رو تصفیه میکنه و خون روشن میبره براشون که بتونن تغذیه کنن و زنده بمونن. بافت گیاهی هم همینطوره. بافت گیاهی هم باید از طریق یه چیزی این مواد مغذی بره نزدیک سلول‌ها و به سلول‌های گیاهی در واقع بیاد اکسیژن برسونه، قند برسونه، یه جوری بالاخره تغذیهشون کنه دیگه. کی این کار رو انجام میده؟ آوند این کار رو انجام میده. در واقع بافت آوندی وظیفش اینه که بیاد مواد مغذی رو به سلولهای پیکره گیاه برسونه. خب مثلا برای انجام فتوسنتز بچه ها سلول ها به چی نیاز دارن؟ به آب نیاز دارن، به مواد معدنی نیاز دارن. اینا کجاست؟ اینا تو خاکه. گیاه از طریق ریشه خودش میاد آب و مواد معدنی رو جذب میکنه، میبره میده به کی؟ مثلا برگ، که اونجا فتوسنتز انجام بشه. خب پس برای انجام عمل فتوسنتز برات نوشتم، دقت کن. گیاه آب و مواد معدنی میخواد، اینا توی خاک هستن. فتوسنتز اگر توی یاخته های انجام بشه که توی اندام های گیاهی در واقع هوایی هستن، اینا باید برسن به اون اندام های هوایی. کی این کار انجام میده؟ آوند این کار انجام میده. همه یاخته های گیاهان بچه قادر به انجام فتوسنتز نیستن. فکر نکنی همه یه سلول های گیاهی چون گیاه فتوسنتز میکنن، نه اصلا این شکلی نیست. فقط یاخته هایی که اندامکی به اسم کلوروپلاست دارن و توش رنگیزه‌ای وجود داره به اسم کلوروفیل میتونن این کارو انجام بدن. خب الان من بهتون فتوسنتز رو براتون تعریف کردم. گفتم فتوسنتز یه عملیه که در واقع گیاه میاد CO2 ماده معدنی جذب میکنه، از نور خورشید استفاده میکنه و یک ماده عالی براتون میسازه. ماده عالی گفتیم ماده کربن داره، البته CO2 و CO جز مواد معدنی به حساب میاد. چی گفتم؟ گفتم گیاهان چگونه مواد رو از قسمتی به قسمت دیگر خود منتقل میکنن. میخوام این سوال رو جواب بدم. در بسیاری از گیاهان برای انجام این کار بچه ها چی وجود داره؟ ساختاری وجود داره به اسم بافت آوندی. بافت آوندی یه سری لوله است
که در واقع میاد به نزدیکی سلول ها میره و مواد رو به سلول ها میرسونه، مثل همون رگ و مورگ میمونه. این آوند ها در سراسر بخش های زنده گیاهان وجود دارن. آوند به طور کلی به دو دسته تقسیم میشه. ما آوند چوبی داریم، آوند آبکشی داریم. آوند چوبی داریم، آوند آبکشی داریم. بریم ببینیم آوند چوب چی، آوند آبکشی چی. جزوه رو بریم صفحه بعد. انواع آوند رو براتون توی یک جدول آوردم، گفتم آوندهای چوبی، آوندهای آبکشی. آوند چوبی بچه ها در واقع کارش ترابری شیره خامه. شیره خام یعنی چی؟ شیره خام یعنی آب و مواد معدنی که هنوز تبدیل به مواد عالی نشدن، یعنی قندی توش وجود نداره، کربوهیدراتی توی شیره خام وجود نداره. شیره خام فقط آب و مواد معدنی. پس آوند چوبی کارش میشه چی؟ میشه ترابری شیره خام به سمت اندام‌های فتوسنتز کننده. حالا اینکه ساختارش چجوریه من براتون اینجا نوشتم، اما در حد کتاب علوم نهم نیست، اینو توی زیست شناسی دهم میخونید. آوندهای آبکشی داریم. آوندهای آبکشی در واقع کارشون ترابری شیره پرورده است. ما به چی میگیم شیره پرورده؟ شیره پرورده در واقع آب و مواد معدنی بودن که از طریق آوندهای چوبی رسیدن به اندامهای فتوسنتز کننده و الان دیگه تبدیل شدن به قند. پس شیره پرورده برخلاف شیره خام توش کربوهیدرات بچه ها وجود داره. پس گفته انتقال مواد ساخته شده در اندامهای فتوسنتز کننده به سراسر پیکر گیاه که گیاه بیاد از این قنده استفاده بکنه. خب بریم پایین تر، یه سری نکته براتون نوشتم. گفتم با توجه به اینکه تعداد آوندهای چوبی در یک گیاه بسیار بیشتر از تعداد آوندهای آبکشیه، پس بیشتر قطر درختان اون بچه آوندهای چوبی تشکیل دادن. به خاطر همینه که شما در واقع تنه درخت رو به صورت چوبی شده و بافت مرده میبینی، چون بیشتر در واقع پیکره گیاه رو آوندهای چوبی به خود اختصاص دادن. رگ برگ های موجود در برگ ها دسته ای از آوند های چوبی و آبکشی هستند. تا الان احتمالا نمیدونستی رگ برگ چیه، اونایی که میبینی به صورت خطی یا به صورت منشعب دقیقا چی هستن. رگ برگ ها بچه آوند های چوبی و آبکشی هستن که ما به صورت رگ برگ میبینیمشون. اینم از این. بیایم پایین تر، یه آزمایش هم براتون گذاشتم اگر خواستیم بخونین، برای مشاهده آوند چوبی یا آزمایش براتون گذاشتم. راجع به حرکت شیره خام از خاک تا برگ صحبت کردم. چند مرحله داره بچه ها که شیره خام از خاک بره به برگ برسه. یکی از مراحلش جذب آب و مواد معدنی توسط ریشه گیاه از خاکه. در واقع بچه ها ریشه گیاه یه بخشی داره بهش میگیم تار کشنده. تار کشنده در رأس ریشه گیاه وجود داره. یه سری قسمت‌های منشعب به صورت زوائد ازش خارج شده. کارشون اینه که توی سطح خاک در واقع نفوذ بکنن و مواد معدنی و آب رو بتونن از قسمت‌های مختلف خاک جذب ریشه بکنن. بعد از اینکه این تارهای کشنده که در واقع زوائد ظریف سیتوپلاسمی هستن اومدن این آب و مواد معدنی رو از خاک جذب کردن، این مواد معدنی باید بیاد از خاک و از ریشه برسه به اندام‌های فتوسنتز کننده که اینا رو آوندها باید این کار رو انجام بدن. آوندهای چوبی باید این کار رو انجام بدن. توی این متنی که اینجا براتون گذاشتم نوشتم که در واقع تار کشنده یک یاخته روپوستی هستش. ایشالله سال آینده توی زیستشناسیتون میخونید یاخته‌های روپوستی چیان. در واقع ما یاخته هامون، بافت هامون بهتر بگیم، بافت های گیاهی، یک دسته از بافت های گیاهی رو میگیم بافت پوششی، یک دسته میشه بافت زمینه‌ای و یک دسته هم میشه بافت آوندی. بافت پوششی در واقع یکی از قسمت هاش همین میشه روپوست، که در واقع یکی از زوائد روپوست هم همین تار کشنده ریشه هستش. بافت زمینه ای رو هم که حالا میخونیم چه چیزهایی هستش، بافت آوندی رو هم که آوند چوبی و آوند آبکشی رو من الان بهتون معرفی کردم. خب بریم پایین تر.
گفتم که در واقع حرکت شیره خام در عرض ریشه باید انجام بشه. پس از اینکه بچه آب اومد وارد یاخته های گیاهی شد، فشار و تراکم آب در داخل سلول های گیاهی بچه بیشتر از خاک میشه و در واقع به خاطر اینکه فشارشون زیاد شده آب میاد اونجا وارد میشه. از دو تا مسیر مختلف استفاده میکنه، یکی مسیر درون یاخته، یکی مسیر برون یاخته ایه که حالا در داخل پوست گیاه حرکت میکنه آب و به آوندهای چوبی میرسه. پس داخل پوست شدن آب، پوست جز بافت زمینه ایه دیگه بچه ها، داخل پوست رفتن درون یاخته ای میتونه انجام بشه، برون یاخته ای هم میتونه انجام بشه. این شکل جز شکل کتاب درسی زیستشناسی دهم هستش. حالا میدونم تو کتابتون ندارید، خیلی روش حساس نشید. این شکل شکل کتاب زیستشناسی دهمه که برای اینکه بهترین قسمت رو بچه ها متوجه بشن گذاشتم. البته برای امتحان نهایی به درد نمیخوره، برای حالا امتحان تیسوشان به دردتون میخوره اگر که بخواین شرکت بکنید. حرکت شیره خام در آوندهای چوبی ریشه و ساقه رو داریم. به حجمی از آب و مواد معدنی که بچه‌ها در داخل آوندهای چوبی جریان پیدا میکنه میگیم شیره خام. گفتیم شیره خام فقط ماده معدنی و آب هستش، اصلا قند و کربوهیدرات داخل شیره خامتون به هیچ وجه وجود نداره بچه‌ها. تا در واقع فواصل بسیار طولانی این شیره خام میتونه جابجا بشه. چرا؟ چون از خاک باید برسه به اندامهای فتوسنتز کننده. خیلی موقعا بچه‌ها اندام فتوسنتز کنندمون جز اندامهای هوایی گیاه هستش. بریم حالا قسمت بعدی. ساختار برگ رو براتون توضیح دادم، گفتم در بیشتر گیاهان برگ محل اصلی انجام فتوسنتزه. پس محل اصلی انجام فتوسنتز بچه ها اکثرا برگ گیاهانه. توی بخش های حالا پایین تر دارین اینو میبینین. یاخته های اصلی فتوسنتز کننده بچه ها یاخته های نرده‌ای و اسفنجی برگ هستن که بهشون میگیم میان برگ. پس قسمت اصلی فتوسنتز توی برگ ها همون میان برگ شما هستش. تعداد روزنه بچه ها توی سطح زیرین برگ از سطح روی برگ بیشتره. پس روزنه ها توی بخش زیرین نسبت به بخش روی بیشتر هستن. توی یاخته های روپوستی بچه ها فقط یاخته نگهبان روزن است که فتوسنتز رو انجام میده. اینم نکته خوبیه. و بریم سراغ در واقع گیاهان آوندار. خوب دقت کنین کلاس تا چه ساعتی هستش؟ تا 6 کلاس داریم فکر میکنم دیگه، تا 6 یا تا 7 هستیم فکر میکنم، تا 7 باید باشیم، تا 7 فکر میکنم باید باشیم. بخش زیستشناسی بچه ها 5 تا فصله، بخش شیمی 3 تا فصله. خب قاعدتا بخش زیستشناسی تایم بیشتری میبره و قاعدتا بارم بیشتری هم داره و مهمتر هست. به خاطر همین ما تمرکز بیشتری روی بخش های زیستشناسی داریم. گیاهان آوندار، سرخس ها بچه ها یکی از گیاهان آوندار هستن. ساقه شون ساقه زیرزمینیه، توی مکان های مرطوب زندگی میکنن مثل استان های شمالی ایران. ساقه هوایی سرخس ها ندارن بچه ها و در واقع توی چرخه زندگی اونا دانه تشکیل نمیشه. پس در واقع سرخس ها جزء گیاهان آوندار فاقد دانه هن. اینو در نظر بگیرید. چرخه زندگی سرخس رو نمیخوایم. بازدانگان یا مخروطداران رو گفتیم جزء در واقع آوندداران هستن. اولین گروهی از گیاهان هستن که بچه ها توی مکانهای خشک تونستن رشد بکنن و برای تولید مثلشون اصلا نیازی به آب ندارن. سرخس، خزه، اینا برای تولید مثل نیاز به مکانهایی دارن که آب سطحی وجود داشته باشه، اما بازدانگان یا مخروطداران اصلا نیازی به آب سطحی ندارن. یه ساختارهایی دارن که در واقع بازدانگان بهشون میگیم پولک. ما مخروط ماده کاج رو داریم میبینیم و مخروط نر کاج رو داریم میبینیم. میبینید که شکل پولک ها با هم دیگه متفاوته. چرخه زندگیشون رو نمیخوایم مجددن
راجب نهاندانگان صحبت کنیم. گیاهان گلدار، نهاندانگان بچه ها فراوان ترین و متنوع ترین گیاهان روی زمینن، از قدرت سازگاری خیلی بالایی برخوردارن، به خاطر همین فراوانن روی کره زمین و گل دارن و میوه میتونن تشکیل بدن. نهاندانگان به طور کلی به دو دسته در واقع تک لپه و دو لپه تقسیم میشن. شکل نهاندانه رو براتون گذاشتم، چرخه زندگیشو مجددا نمیخوام ازتون. تقسیم بندی گیاهان نهاندانه رو گفتیم. نهاندانگان بر اساس اندوخته غذاییشون، یعنی اون لپهشون اندوخته غذاییشون هستش، یا تک لپن یا دو لپه هستن، که حالا یه جدول براتون گذاشتم صفحه بعد. ببینید برش ساقه هاشون رو میتونیم توی تک لپه و دو لپه با همدیگه مقایسه بکنید. بچه ها توی درختان، حالا میگم درختان، گیاهان در واقع دو لپه، دستجات آوندیشون روی یه حلقه به صورت منظم قرار گرفته. توی تک لپه دستجات آوندیشون میبینید که به صورت پراکنده قرار گرفته. برگ در واقع تک لپه رگبرگ هاش موازیه، ولی در واقع دو لپه ها رگبرگ های منشعب دارن. گل در واقع تک لپه ای سه حلقه ای یا مزربی هست، مثلا سه تا گلبرگ میتونه داشته باشه، یا مثلا 6 تا گلبرگ داشته باشه، یا 9 تا داشته باشه، مزرب سه خلاصه. ولی توی دو لپه یا مزرب 4 یا مزرب 5. دانه توی تک قسمته، ولی توی دو لپه دانه در واقع دو لپس و دو قسمتیه. ریشه تک لپه ریشه افشانه، ریشه دو لپه ریشه راست هست که توی تصویر داریم میبینین. این مقایسه ها میتونه سوال بیاد. و در واقع اندام های رویشی رو اگر بخوام توی گیاهان نهاندانه تقسیم بندی کنم، اندام های رویشیشون میشه ریشه، ساق، برگ، اما اندام های زایشیشون میشه گل، میوه و دانه. تا همینجا فعلا باشن گیاهان. این گیاهان بدون آوند رو در واقع حذف کردن از امتحانات نهاییتون. اینم از فصل 12. بریم سراغ فصل 13 ببینیم فصل 13 چه خبره. بریم سراغ فصل 13. این چرخه هایی که در انتهای فصل وجود داره، اینا رو هیچ کدوم رو نمیخوایم، نه برای امتحان نهایی، نه اصلا برای کلا علوم نهم نیست، نه بیشتر برای زیست ده خوبه. فصل 13 میخوایم جانوران بی مهره رو بچه‌ها بررسی کنیم. فصل 14 میخوایم مهرهداران رو بررسی کنیم. فصل 15 هم که راجع با هم زیستن صحبت میکنیم، 15 نکاتش خیلی زیاد نیست، جزوه‌ش هم هست، اگر نرسیم اونو خودتون میخونید، چون 15 نکات زیادی نداره. اما 12 و 13 رو با هم ببینیم. 13 رو بذاریم من بهتون بگم حذفیاتش کجاست، جدول رو ببینم یه بار دیگه. 13 بچه ها کرمای په، کرمهای لولهی و کرمهای حلقوی حذفه. پس فصل 13 کرم په جزوه رو کجا میذاریم؟ توی کانال و سایت براتون گذاشته میشه دیگه، آدرس کانال یا سایت رو حتما دارین دیگه. کرم پهن، کرم لوله‌ای و کرم حلقوی حذف از فصل 13. خب آدرس سایتمون و کانالمون رو بچه‌ها دارن یا من بگم؟ دارن. خب جانوران بی مهره رو می‌خوایم ببینیم. جانوران بی مهره بچه ها ویژگی های کلیشون رو اگر بخوایم بررسی کنیم، برای زیست جزوه به صورت PDF بهتون میدم. البته بخش های گفتم به هم بخش نجوم در واقع توش آورده شده، هم بخش زمین شناسی رو هم توی همین جزوه براتون گذاشتم، به صورت PDF اونو بهتون میدم. دو نمونه امتحان نهایی با جواب هم PDFش رو براتون آوردم، اونم میذاریم داخل کانال و سایتتون. و اینکه برای شیمی جزوه PDF بهتون نمیدم، جزوه‌ای هستش که سر کلاس با هم دیگه الان تنظیم میکنیم و در واقع همونو PDF میکنیم میذاریم توی سایتتون. اما جزوه‌ای که تایپ شده باشه نه، برای شیمی تایپ شده نداریم، دستنویس خودمه الان انجام میدیم با هم سر کلاس، همونو براتون میذاریم. خب
جانوران بی مهره رو میخوایم بخونیم. جانوران بی مهره در واقع جانورن دیگه. جانوران بچه ها همشون پریاخته ای هن. جانوران همشون پریاخته ای هن. حالا میخوان مهره دار باشن، میخوان بدون مهره باشن. پس همشون اولین ویژگیشون اینه که همگی پریاخته ای هستن. یاخته های همه اونا بچه ها جز یوکاریوت هاست، یعنی همشون هسته دارن و اندامک های قشادار دارن، پس همشون یوکاریوت یا هو هسته. همگی هتروتروف هن. بچه ها جانوران قابلیت فتوسنتز ندارن، پس همگی هتروتروف هستن. هیچ کدام از یاخته های آنها دارای دیواره یاخته ای نیستن، هیچ کدومشون دیواره یاخته ای ندارن، چون سلول جانوریه، سلول جانوری دیواره نداره. به غیر از اسفنج ها که ساده ترین جانوران هستن، و ساده ترین جانور کیه؟ اسفنجه. در بقیه جانوران بچه ها یاخته ها سازمان یافتن و تشکیل بافت میدن، اما اسفنج بافت نداره، چون ساده ترین در واقع جانور هستش. بیشتر جانوران بچه ها سیستم های عصبی ماهیچه‌ای پیشرفته دارن و میتونن خیلی سریع نسبت به محرک های بیرونی از خودشون ریاکشن نشون بدن. خب جانوران بچه ها متنوع ترین سلسله در واقع موجودات زنده هستن. دو دسته تقسیم میشن، بی مهره، مهره دار. مهره داران رو که کاری باهاشون نداریم فعلا، اما بی مهره ها، اسفنج ها، مرجان ها، کرم ها، نرم تنان، بند پایان و خارپوستان جز بی مهره ها هستن. پس بی مهره ها رو با من تکرار کن: اسفنج، مرجان، کرم ها، نرم تنان، بند پایان و خارپوستان. اینا جز بی مهرگان هستن که اسفنج گفتیم ساده ترین بی مهره حساب میشه، کل جانوران ساده ترینشون اسفنج. راجب کرما هم که راجب پهن و لوله و حلقویش نمیخوایم بخونیم، فقط خود در واقع ساختار کلیشون رو توضیح میدیم. مهره داران ماهی ها، دوزیستان، خزندگان، پرندگان، پستادنارانن. فصل بعدی قراره با هم دیگه بررسیش کنیم. مهره داران بچه ها گروهی از جانورانن که ستون مهره و اسکلت داخلی دارن. یعنی چی؟ یعنی استخون دارن، قزروف دارن، ستون مهره و اسکلت داخلی دارن. در صورتی که بی مهره ها بچه ها ستون مهره ندارن و بیشترشون در واقع اسکلتشون از جنس اسکلت خارجیه. همین حشره‌ای که برات مثال زدم، گفتم حشرات اسکلتشون اسکلت خارجیه، جنسش با دیواره قارچ ها یکیه، جفتش از ماده‌ای به نام کیتینه که یک پلی‌ساکاریده. خب دانشمندان تا الان نزدیک به 2 میلیون گونه جانوری رو شناسایی کردن و نامگذاری کردن، که حالا مهم نیست فراوانیشون به چه صورت، اگه دوست داشتی اینجا مطالعه کن، گذاشتم برات. صفحه بعدی گروه های جانوران بی مهره رو میخوام بررسی بکنم. اسفنج ها گفتیم ساده ترینشونن. توی بدنشون یه سری سوراخ های کوچیک وجود داره که آب از طریق اون سوراخ ها وارد میشه و از طریق یه سری سوراخ های بزرگ و بالایی تر بچه آب خارج میشه. پس یه عالمه سوراخ کوچک دارن که آب ازش وارد میشه، یه عالمه سوراخ بزرگ هم دارن توی قسمت های بالایی که آب از اونجا خارج میشه. بچه ها اسفنج ها همگی آبزی هستن، برات نوشتم. بیشتر هم توی آب شور زندگی میکنن. ما توی دریاها و اقیانوس ها اسفنج داریم. یاخته های تشکیل دهنده بدنشون ارتباط های سستی با هم دیگه دارن و بافت حقیقی نداره. به خاطر همینه که اسفنج ها رو میگیم ساده ترین جانوران هستن، چون ارتباط بین یاخته ایشون سسته و بافت تشکیل نمیده. از نظر اندازه و رنگ تنوعشون خیلی زیاده. اسفنج ها در واقع اسفنج های بالغ معمولا به سطح اشیا و اجسام جامد میچسبن و جابجا نمیشن، پس تحرک ندارن. خب بریم پایین تر. این الان این شکلی که براتون گذاشتم ساختار بدنی اسفنج رو داره نشون میده، در حد اطلاعات عمومی ببینید.
یه سری نکته. جریان آب در بدن اسفنج بچه ها علاوه بر تغذیه باعث دفع مواد زائد و تنفسش میشه و اسفنج هیچ دستگاه دیگه ای نداره. دخترها سطوح سازمان بندی سلول ها این شکلیه که ما سلول داریم، سلول ها روی همدیگه جمع میشن بافت رو میسازن، بافت ها روی همدیگه جمع میشن اندام رو میسازن، اندام ها روی همدیگه دستگاه رو میسازن. وقتی میگم یه جانداری انقدر ساده است که بافت نداره، پس قاعدتا دستگاهی هم وجود نداره. اسفنج ها بچه ها توانایی بسیار زیادی توی ترمیم قسمت های آسیب دیده بدن خودشون دارن. محل زیست انواعی از جلبک ها و جانداران کوچک دریایی هستن و توی تولید دارو در واقع از اسفنج ها استفاده میشه. خب جانورانی با بدن کیسه مانند رو بهت معرفی کردم، گفتم هیدر، هیدر نخونیشا، هیدره، هیدر یه کیسه تنه، شقایق دریایی یک کیسه تنه، عروس دریایی کیسه تنه و انواعی از مرجان ها هم جزء کیسه تن ها هستن. راجع به مرجانیان صحبت کردیم که اونم نوعی از بیمهرگانه. بچه ها مرجانیان هم همگی آبزی هستن، توی آبهای گرم زندگی میکنن، برخلاف در واقع اسفنج ها که گفتیم توی آبهای سرد و آبهای شور زندگی میکنن. بعضی از اونا مثل شقایق دریایی و مرجان ها جا به جا نمیشن. شقایق دریایی بچه ها جزء زیرشاخه مرجانیان حساب میشه. شقایق دریایی و خود مرجان جا به جا نمیشه، ولی عروس دریایی هم که زیرشاخه مرجانیانه میتونه جا به جا بشه. پس شقایق دریایی تحرک نداره، اون عروس دریاییه که متحرکه. بقیهش رو ولش کنید، در حد شما نیست، زیست ده اینا. کرم ها رو که بررسی نمی کنیم، کرم په، لوله‌ای و در واقع نه، کرم ها رو اصلا بررسی نمی کنم چون حذف شده. په، لوله‌ای و حلقوی از کتابتون در واقع توی امتحان نهایی نمیاد. نرم تنان یک دسته دیگه بچه ها از بیمهرگان هستن. نرم تنان شکلهای مختلف مثل لیسه، لیسه همون حلزونیه که صدف نداره بچه ها، لیسه، حلزون، ده پا، شکلشو نگاه کنید خیلی خوشگله، ده پا، صدف دو کفه‌ای، هشت پا یا همون اختاپوس، اینا جز نرم تنان هستن. بدنشون نرمه، بدون حلقه است. بیشترشون بخش سختی دارن به اسم صدف که از بدنشون محافظت میکنه. دریازی هستن و در واقع تعدادیشون توی آبهای شیرین در واقع دارن زندگی میکنن. بعضیشون هم توی خشکی هستن دیگه، حلزون تو خشکی زندگی میکنه. در اطراف بدنشون یک لایه بافتی نازک دارن که بهش میگن جبه که از صدف ترشح میشه. کاربردهای نرم تنان توی زندگی انسان رو آوردیم، توی از صدف برای ابزارهای زینتی و صنایع دارویی و بهداشتی و اینا استفاده میشه، برای نخ بخیه، تولید کلسیم قابل جذب، اینا رو از نرم تنان میگیرن. صدفهای دو کفه‌ای داخلشون مروارید وجود داره، برای استخراج مروارید استفاده میشه. به عنوان ماده غذایی خیلی از کشورها صدف میخورن و در واقع صدف هم مال نرم تنان هستش. خب بریم پایین تر. بند پایان بچه ها یکی از دسته های دیگه ای هستن که جز بیمهرگان حساب میشن، که میدونیم موفق ترین و بزرگترین گروه بیمهرگان، حالا نه اصلا فقط بیمهرگان، کل جانوران، موفق ترین و بزرگترین گروه جانوران همین بند پایان هستن که حالا حشرات یکی از دسته هاشون میشه دیگه. 1 میلیون گونه شناخته شده دارن بچه ها، 80% در واقع جز حشرات هم هستن. خب ویژگی های عمومی بند پایان اگر بخوایم بدونیم، بدن بند بند دارن، به خاطر همین بهشون میگن بند پا. بدنشون از قطعات مختلف تشکیل شده، اسکلت خارجی سخت و محکم دارن، همون کیتینی که گفتیم حشرات اسکلت خارجیشون از جنس پلیساکاریدی به اسم کیتینه. حالا گردش خون باز دارن و این حرفا دیگه در حد
زیست دهم اینا دوباره. اسکلت در بند پایان رو اگر بخوایم بگیم، اسکلت خارجی سخت و محکم کیتینی دارن و در واقع اسکلتشون چند تا نقش مهم داره. از جانور در برابر شکارچی محافظت میکنه، اندامهای داخلی بدن جانور رو محافظت میکنه، از تبخیر آب جلوگیری میکنه و تکیگاه ماهیچه‌هاش. تقسیم بندی بند پایان رو اگر بخوایم بدونیم، بر اساس تعداد پایی که دارن تقسیم میشن. یکی از گروه هاشون حشراتن، فراوانترین و موفقترینشن، جثه‌شون کوچیکه اما از نظر تعداد خب خیلی زیاد هستن. بدنشون سه بخش داره، سر، سینه و شکم دارن که 6 تا پا دارن اکثرا و یک جفت شاخک هم دارن. عنکبوتیان یکی دیگه از دسته های بند پایانن، سر، سینه و شکم دارن. قسمت های بدنشون همین دوتا، سر، سینه و شکم، 8 تا پا دارن. حشرات 6 تا پا داشتن، عنکبوتیان 8 تا پا دارن. بچه ها بیشتر عنکبوتیان گوشتخوار هستن و نیش زهری دارن. توی ناحیه سرشون هم شاخک ندارن برخلاف حشرات. دسته بعدیشون سخت پوستان هستن. سخت پوستان، سخت پوستان بدنشون از 3 قسمت تشکیل شده، سر، سینه، شکم، مثل حشرات. پاهای حشرات 6 تا بود، پاهای سخت پوستان 10 تا. پوشش سخت و محکم دارن، به خاطر همین بهشون میگیم سخت پوست. بیشترشون ذره‌بینی و دریازی هستن. یکی از نمونه هاش همون خرخاکی هستش بچه ها. تنها گروه بند پایان که 2 جفت شاخک دارن. خب هزار پایان هم یک دسته دیگه از بند پایان هستن. کمیاب ترین گروه بند پایان هزار پایان بچه ها. یه سر دارن، یه تنه کشیده و بند بند دارن، پاها به بند ها متصل شده، بیش از 10 جفت پا دارن. گفتیم که در واقع بند پایان 10 جفت پا، اینا بیش از 10 جفت پا دارن که حالا 100 پا هست، 1000 پا هست که به شکل‌های مختلف وجود داره. کاری به سیستم تنفسیشون و اینا نداریم. خارپوستان گفتیم جانورانی هستن که بدنشون خار داره. ویژگی‌های عمومیشون همه‌شون بچه‌ها بلا استثنا دریازی‌ان، به کندی حرکت می‌کنن یا غیر متحرکن هستن. خارهاشون از جنس آهک، حواستون باشه. درون بدنشون دستگاه گردش آب وجود داره، یعنی آب توی بدنشون گردش میکنه، مواد مغذی رو بهشون میرسونه و مواد دفعی رو ازشون میگیره. دستگاه عصبیشون هم خیلی ساده است. خارپوستان، خارپوستان توتیا جز خارپوستانه، ستاره دریایی، سکه، خیار دریایی، اینا همه جز خارپوستان هستن. فصل 13 هم تموم شد. خب بچه ها 12 و 13 رو خوب یاد گرفتن همه؟ فصل 12 و 13 کسی سوالی نداره؟ همه این نکات رو خوب یاد گرفتین؟ بله؟ بله. بریم سراغ فصل 14. فصل 14 هم حذویات داره. از ماهی ها تا ابتدای دوزیستان حذوه بچه ها. فصل 14 از ماهی ها تا ابتدای دوزیستان حذف. خب بریم سریع این فصل هم تموم کنیم. فصل 15 هم نکاتشو بگیم و ایشالله بریم یه ساعتی هم راجع به بخشای شیمیایی صحبت بکنیم و شما یه امتحان نهایی خوب رو شنبه پشت سر بذارید. ببینیم بچه ها، مهره داران گفتیم اسکلت داخلی دارن، بی مهرگان اسکلتشون فقط خارجیه. مثلا اسکلتی که توی حشرات بود گفتیم از جنس کیتینه، چندین بار تکرار کردم، حواستو جمع کن میبینیش شنبه توی امتحانت. اسکلت کلاس تا 7 هست، ایشالله ما سعیمون اینه تا 7 تموم بشه. اگر یه ذره بیشتر هم شد دیگه یکم بیشتر میشه دیگه که بتونیم نکات رو همه رو بگیم. گوش بده رومینا، ببین من چی میگم. مهره داران اسکلت در واقع داخلی دارن، از جنس استخوان یا از جنس قزروف یا هر دوش با هم. ما اسکلتمون هم استخوانیه هم قزروفیه. پس اسکلت داخلی هم استخوان میتونه باشه هم قزروف میتونه باشه. گفته همه آنها در بخشی از اسکلت داخلی خود ستونی از مهره ها دارن، به خاطر همین بهشون میگیم مهره دار.
دستگاه گوارشی مهره داران بچا کامل و پیشرفته است. در کنار لوله گوارشی یه سری غدد گوارشی هم دارن مثل کبد و پانکراس. ستون مهره شون در واقع نسبت به جانوران بی مهره اومده اندازه بدنیشون رو افزایش داده. پس به دلیل وجود ستون مهره از لحاظ اندازه بدنی قاعدتا بزرگتر هستن. از نظر تنوع و تعداد بسیار کمتر از بی مهرگانن. خب مهرگان خیلی تعداد و تنوعشون زیاده. اینا میشن ویژگی های کلی مهرداران. توی 5 تا گروه مهرداران رو احتمالا فکر میکنم کلاس داره رکورد میشه و میتونین رکوردش رو ببینین نیایش، اگر که حالا مشکل شارژ گوشی یا اینترنت دارین احتمالا رکورد کلاس توی سایت هستش لینکش و میتونین ببینین. مهرداران در 5 گروه وجود دارن: ماهی ها، دوزیستان، خزندگان، پرندگان و پستانداران. ماهی ها، دوزیستان، خزندگان، پرندگان و پستانداران. خب ما دوست داشتیم راجع به ماهی ها هم صحبت بکنیم ولی به خاطر حالا کم بوده وقتمون چون تو امتحان نهایی نمیاد ماهی ها رو رد بکنیم. ماهی ها رو بیخیال شیم بچه ها. طبقه بندیشون هم براتون گذاشتم. از ساختار ماهی ها که بگذریم میایم سراغ دوزیستان. بچه دوزیستان اولین مهرداران موفق ساکن خشکی بودن، یعنی کسایی که تونستن تو خشکی برای اولین بار زندگی بکنن از مهرداران دوزیستان بودن. یه دوره لاروی یا نوزادی دارن، یه دوره بلوغ دارن دوزیستان. توی دوره لاروی یا نوزادی خودشون یه سری نکاتی دارن که با دوره بلوغشون فرق میکنه. در واقع یه سری هورمون‌ها توی بدنشون ترشح میشه و بعد از ترشح اون هورمون‌ها وارد دوران بلوغ میشن که به تغییراتی که انجام میشه توی این دوران میگن دگردیسی. پس دگردیسی یعنی اتفاقاتی که توی بدن میفته و یه سری از ویژگی‌های اصلی و ساختاری جانور رو تغییر میده به نوعی که مثلا ممکنه تنفس آبششی یهو بشه تنفس ششی. دوزیستان در دوران نوزادی تنفس آبششی دارن ولی در دوران بلوغ تنفس ششی و تنفس پوستی دارن. در واقع نوزاد قورباغه شما میدونین که آبشش داره ولی قورباغه بالغ میاد از ششهاش برای تنفس استفاده میکنه که به این تغییر میگیم دگردیسی. بریم صفحه بعد. توی دوران بلوغشون بچه ها دوزیستان توی خشکی زندگی میکنن. مثلا سیستم تنفسی آبششیشون تبدیل میشه به تنفس پوستی و ششی. تغییر شکل میده، دم بدنشون در واقع از بین میره و دست و پا دیگه ظاهر میشه براشون. دهانشون پهن‌تر میشه و روی چشمهاشون پلک به وجود میاد. به این تغییراتی که از نوزادی تا بلوغ داره انجام میشه میگن دگردیسی. خب یه جدول برات گذاشتم، گفتم که نوزاد قورباغه پلک نداره، تنفسش آبششیه، اندام حرکتیش دومه، دهانش کوچک، آبزیه و از جلبک ها تغذیه میکنه. اما وقتی بلوغ میشه پلک داره، تنفسش یا پوستیه یا ششیه، دست و پا داره برای حرکت و دهانش پهن و گشاد میشه. معمولا هم توی دوران بلوغ گوشتخوار میشه و دیگه از جلبک ها استفاده نمیکنه. خب قورباغه ها و کلن دوزیستان چون تنفس پوستی دارن بچه ها روی سطح بدنشون یک ماده مخاطی وجود داره که بدنشون رو لغزنده و مرطوب نگه داره و بتونن تنفس پوستی رو داشته باشن. توی دوزیستان بچه ها جالبه که بدونید خواب زمستونی وجود داره. در فصول سرد سال به خواب زمستونی میرن و دمای بدنشون پایین میاد و به دنبال اون مقدار سوخت و ساز بدنشون کم میشه و به اکسیژن کمتری هم نیاز دارن و در واقع از طریق پوست خودشون اون اکسیژن رو دریافت میکنن و میتونن در ته آب و گل و لای بگیرن برای خودشون بخوابن و در واقع به خواب زمستونی برن. دوزیستان رو اگه طبقه بندی بکنیم دو دستن: دوزیستان دمدار مثل قورباغه و وزغ، دوزیستان بدون دم مثل سمندر. پس دوزیستان دو دستن، قورباغه وزغ، دوزیستان بی دم مانند سمندر.
وزغ دوزیست بیدوم، سمندر دوزیست دومداره، دارین شکلش رو میبینین. قورباغه و وزغ رو با هم دیگه مقایسه کردیم. قورباغه بدنش کشیده است، دراز، وزغ بدنش پهنه. پوست قورباغه صاف، مرطوب، لغزنده است. پوست وزغ خشک نسبت به پوست قورباغه و قورباغه غالبا میپره میجهه، ولی وزغ غالبا راه میره. بریم سراغ خزندگان، ببینیم خزندگان در واقع چه گروهی هستن. خزندگان گروهی از مهرداران هن بچه ها که برخلاف دوزیستان میتونن تمام طول عمر خودشون رو توی خشکی زندگی بکنن. دوزیستان میگیم نمیتونن همه طول عمرشون رو توی خشکی باشن، دوران نوزادی و لارویشون رو توی آب هستن، اما خب خزندگان کل دوران زندگیشون رو توی خشکی میتونن زندگی بکنن. برخی ویژگی های عمومی خزندگان رو باید بدونیم. طبق عادت اول همه موجودات رو ویژگی های عمومیشون رو بررسی میکنم. پوستشون بچه ها پولک های سخت داره. پوست خزندگان پولک های سخت داره که حالا بتونن از جاهای خیلی خشن عبور بکنن و بدنشون آسیب نبینه. پولک هاشون توش پروتئین وجود داره و در واقع جنس مولکولیش مثل ناخن انسانه. پس پولک خزندگان جنس مولکولیش مثل ناخن انسان میمونه، پروتئینش کراتین هستش. برای تنظیم دمای بدن خودشون از در واقع گرمای محیط استفاده میکنن، به خاطر همین بدنشون نوسان دما زیاد داره، چون از نوسان محیطی در واقع میاد منشأ میگیره و روی بدنشون اثر میذاره. لقاحشون داخلیه و تخم میذارن، اغلبشون تخم میذارن. دست و پا هم که میدونید ندارن، یا دست و پاشون خیلی کوتاه اگر هم داشته باشن، و قسمتی از بدنشون حتما روی سطح زمین کشیده میشه. خزندگانی که امروزی ما داریم بچه ها یک گروهش مارها هستن که حالا ویژگیاشو براتون نوشتم. مارها میدونید دست و پا اصلا ندارن. آشناترین گروه خزندگان همین مارها هستن. توی خشکی زندگی میکنن، بعضیاشون توی آب هم زندگی میکنن. هم سمی داریم هم غیر سمی داریم مار. انواع سمیشون دندانهای زهری دارن که توخالی و شیار داره و در واقع غدد سمیشون اونجا وجود داره. حس بینایی و شنواییشون خیلی قوی نیست مارها. بینایی و شنواییشون خیلی قوی نیست و در واقع حس بویاییشون خیلی قوی هست. میان از حس بویاییشون استفاده میکنن. هوا رو به منفذ اندام حسی اصلی بویایی توی سقف دهان خودشون در واقع میمالند و اونجا میتونن وجود تومه یا یه شیء دیگر رو متوجه بشن. مارها چشماشون پلک نداره. دوزیستان تو حالت بلوغ گفتیم پلک دارن، ولی مارها پلک ندارن. انواع سمی و غیر سمی مار رو اگر بخوایم مقایسه کنیم براتون اینجا نوشتم. سر مار سمی به صورت مثلثی شکل وجود داره. مار غیر سمی همونجور که توی تصویر دارین میبینین سرش به صورت گرده. مار سمی در واقع گردنش مشخصه، اما مارهای غیر سمی گردن مشخص ندارن. شکل دم مار سمی کوتاه، غیر سمی کوتاه، مار سمی دم بلندتری داره. مار سمی تحرکش بچه ها کمه، ولی مار غیر سمی زیاده تحرکش. شکل مردمه که چشماشون هم با هم متفاوته. مار سمی خطی یا بیزی شکل، اما مار غیر سمی مردمه که دایره شکل. رسیدیم به اون بخشی که اول کلاس مطرح کردم. لاک پشتا همون جوری که دارین میبینین جز خزندگان بچه ها دسته بندی میشن. این جانوران با لاک سخت و محکمی که دارن شناخته میشن. اسکلت بدنشون باعث شده که شکلشون خیلی پهن دیده بشه و در واقع خشکیزی میتونن باشن، دریازی میتونن باشن. به خاطر سنگینی لاکشون حرکت کندی دارن. دندون ندارن، اما یه سری صفحات آروار مانند دارن که برای گوارش مکانیکی و جویدن ازش استفاده میکنن. پس لاک پشت ها جزئی از خزندگان به حساب میان و زیر مجموعه خزندگان هستن. یک بار برای همیشه اینو توی ذهن جای بده که اشتباه نکنی. صفحه بعد رو میبینین دوتا شکل لاک پشت براتون گذاشتم. سوسمارها بچه ها، مارها، لاک پشت، سوسمار، دسته سوم خزندگان.
سوسمارها بچه ها برخلاف در واقع مارها بر روی چشمهاشون پلک دارن که این پلک متحرکه، میتونن پلک بزنن. بیشترشون 4 تا عضو حرکتی دارن، یعنی دست و پا دارن ولی یه قسمت بدنشون روی زمین حتما کشیده میشه. دندون دارن اما دندون نیش ندارن. مارمولک، آفتاب پرست نمونه ای از سوسمار هستن. متنوع ترین و فراوان ترین خزندگان زنده امروزی سوسمارها هستن. پس اگر از این قید متنوع ترین و فراوان ترین استفاده کرد، شما باید به زیر مجموعه سوسمارها مراجعه بکنید. آفتاب پرست گفتم یک نوع از در واقع سوسمارها هستش. کروکودیل ها یک دسته دیگه ای هستن از خزندگان. بزرگترین، اگر گفت بزرگترین خزنده روی زمین، شما میگین کروکودیل ها هستن. به قید ها دقت کنید. تحرکشون کمه، در آبهای کم عمق هم هستن. چشماشون روی سرشون، سوراخ بینی روی پوزشون قرار داره. تمساح بچه ها یک نوع کروکودیل خودش، حواستون باشه، تمساح یک نوع کروکودیله. خب تفاوت ظاهریشون اگر بخواین تشخیص بدین بچه ها، ظاهر کروکودیل با تمساح متفاوته دیگه. آرواره های کروکودیل در واقع درازه و وی شکله، اما آرواره تمساح گرده و یو شکله. تمساح گرد یو شکل، کروکودیل آرواره دراز و وی شکل داره. اینم از دسته کروکودیل ها. بریم سراغ پرندگان. پرندگان، خزندگان رو گفت، ببین دوزیستان رو گفتیم، دوزیستان رو گفتیم، خزندگان رو گفتیم، الان جزء دسته پرندگان رو میخواییم بررسی بکنیم. پرندگان بچه ها تکاملشون از خزندگان بوده، یعنی بعد از خزندگان پرندگان به وجود اومدن. پرهای سبک و انعطاف پذیر دارن، البته این پرها خیلی هم قوی هستن و به زندگی پرندگان در واقع دارن کمک میکنن. نکات دیگه ای اگر بخوایم راجع به پرندگان بدونیم، انواع پر توی پرندگانه که بر اساس شکل و نقش تقسیم بندی میشه. میگیم کرک پر، پوش پر و شاه پر. پس پرندگان بر اساس پرشون کرک پر، پوش پر و شاه پر به این سه دسته تقسیم میشن که حالا هر کدومو من براتون توی جدول گذاشتم چه کاربردی دارن. دسته آخر جانوران پستانداران هستن که شیرخواران هم بهشون گفته میشه. همه پستانداران بچه ها غدد شیری دارن. غدد شیری مایه مغذی به نام شیر تولید میکنه. بدن همشون از مو یا پشم پوشیده شده و در واقع لقاهشون هم لقاه داخلی هستش. داشتن غده شیری و پوشیده بودن بدن از مو یا پشم از مهمترین ویژگیه پستانداران به حساب میاد که شما باید بلد باشید. پستانداران بر اساس اینکه چگونه بیان اون جنین خودشون رو پرورش بدن به چند دسته تقسیم میشن. پستانداران تخمگذار که یکیش پلاتیپوس هستش، اینو در نظر بگیرید، هم پستانداره، یعنی هم غدد شیری داره، هم لقاح داخلی داره، هم تخمگذاره. پستانداران اصولا باید جنین داشته باشن، یعنی داخل بدن جنس ماده باید اون جنین بمونه، رشد بکنه تا به دنیا بیاد. ولی پستاندار تخمگذار هم داریم، پلاتیپوس هستش. یک نوع دیگه از پستاندارانمون پستاندار کیسه دار هست، اوپاسوم یا کانگورو، که جنین خودش رو به صورت نارس به دنیا میاره و در درون اون کیسه‌ای که در جلوی بدنش وجود داره اون جنین شروع به رشد میکنه و در واقع از غدد شیری استفاده میکنه، رشد میکنه تا کاملا بالغ بشه. کانگورو و اوپاسوم دو تا از پستانداران کیسه دار هستن. و آخرین دسته پستانداران، پستانداران جفت‌دار، که در واقع یه جفت در داخل رحم تشکیل میشه که مواد غذایی و اکسیژن از جنس ماده و مادر به اون جنین میرسه و اون جنین میتونه از طریق رگهای خونی که بند ناف در واقع اونو وصل میکنه به بدنش، مواد غذایی خودشو و اکسیژن رو از طریق بدن مادر بگیره و رشد بکنه. پستاندار جفتدار هم مثل انسان، در واقع انسان یکی از پستانداران جفتدار هستش.
خب فصل 14 هم بچه ها تموم شد، جانوران مهردار رو هم با هم دیگه بررسی کردیم. فصل 15 رو من فقط حذویاتش رو بهتون بگم، چون فصل 15 نکات خاصی نداره و قاعدتا خودتون حالا یا مطالعه کردین یا میخواین مطالعه بکنین، کار راحتیه. از اهمیت زیستی در واقع تا آخر فصل حذف هستش بچه ها. از اهمیت تنوع زیستی تا آخر فصل حذف هستش. بقیه قسمت ها هم جزوه به صورت کامل و جامع، حتی نکات اضافه تر هم توش وجود داره، هستش اینجا، اگر که خواستین میتونین مطالعه بکنین. خب ما الان کلن کلاسمون تمام یاد نه شیمی هم داریم نمیدونین. خب بچه بذارین یه لحظه من ببینم که کلاس کلن تمومه یا قسمت شیمی هم داریم و میتونیم یه حالا 5 دقیقه استراحت بدیم، بعد یه 40 دقیقه هم راجع به قسمت شیمی اگر بشه صحبت بکنیم. اگر اجازه بدین یه چند دقیقه من از حضورتون مرخص بشم، این رو هماهنگیشو انجام بدیم، شما جایی نرید، باشید یه 5 دقیقه استراحت داشته باشید، حالا یا من مجددا میام و درس شیمی رو بهتون میگم، اینکه حالا کلاس رو کلن تموم میکنیم. همه این فصل هایی که درس دادم بچه سوالات امتحان نه توی 2 مجموعه سوال خیلی خوب و حالا سخت در و نکته دارتر همراه با جواب براتون توی سایت و کانالتون قرار میدیم و حتما شما میتونین استفاده بکنید. یه چند دقیقه من از حضورتون مرخص میشم، الان خدمتتون میگیم که برنامه به چه صورت هستش. خسته نباشید فعلا. مطمئنم که اگر نکات امروز رو خوب گوش کرده باشین و جزوه رو حتما با دقت مطالعه بکنین، از فصل‌های زیست‌شناسی نمره کامل رو ان شاءالله شنبه توی امتحانتون حتما میگیرین. فصل های شیمیایی خب بارم کمتری داره، از اونجایی که حالا 2 ساعت و نیمی هست که کلاس داریم احتمالا خسته هم شده باشین. ما فصل های شیمیایی رو امروز دیگه تدریسش رو انجام نمیدیم، البته که من 2 تا نمونه سوال دادم براتون توی سایت و کانالتون میذارن که در واقع با جواب و با پاسخنامه هست. من میتونم به عنوان پیشنهاد خدمتتون عرض کنم که حتما پاسخنامه اون 2 تا امتحان نهایی رو مطالعه کنید، بررسی کنید، کمکتون میکنه که دیدگاه طراح سوال رو متوجه بشین و بدونین که کدوم قسمت ها قسمت های خیلی مهمتری هست و همچنین کمکتون میکنه که بدونید که در واقع چه نکاتی رو باید توی پاسخ سوال حتما بنویسید و بارمش مهمتر هستش و بارم بیشتری داره. حتما پاسخ تشریحی رو مطالعه بفرمایید. براتون 2 تا نمونه سوال امتحان نهایی رو خواهیم گذاشت توی سایت. ضبط کلاس، رکورد کلاس هم وجود داره توی سایتتون. کسایی که حالا میخوان دوباره ببینن یا کسایی که از وسط کلاس رفتن و اومدن میتونن حتما اونو مجددا ببینن، مطالعه داشته باشن. جزوه و 2 تا امتحان نهایی رو میذاریم براتون و اینکه اگر که نکته مد نظر شما نیستش شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. امیدواریم که کلاس امروز براتون مفید واقع شده باشه و حتما فیدبک کلاس امروز رو ما ازتون خواهیم گرفت. مرسی که سر کلاس بودین، امیدوارم که به لطف خداوند روز شنبه امتحان نهایی خوبی رو پشت سر بذارید و بعد از اون هم حالا توی کلاس های زیست شناسی و اینا در خدمتتون هستیم. خسته نباشین بچه‌ها، خدا نگهدارتون باشه.